خوبه من سر وضعم خوبه دیگه مرتبه دیگه شروع کنیم. سلام بچه‌ها، به کلاس‌های کنکور 1400 جامعه شناسی تاملند خوش اومدید. من پیمان بیگدری هستم، مدرس جامعه شناسی و تاریخ جغرافی مدرسه آنلاین تاملند و امروز می‌خوام کلاس‌های آنلاین رو برای جامعه شناسی ان شاءالله در خدمتتون باشیم. خیلی خوشحالم بچه‌ها، باورتون نشه من بعد این همه سال تدریس هنوزم بعضی وقتا هیجان دارم، از جمله همین کلاس تاملند رو در آغازش. شاید باورتون نشه این دو سه روز من داشتم فکر می‌کردم که صحبتامون چجوری باشه، چجوری چینش کنیم. با اینکه سال دومی که داریم اینجا کار می‌کنیم و تجربه بسیار یک سال رو داریم، من حتی پارسال اینقدر هیجان نشدم که امسال، به خاطر اینکه احساس می‌کنم که با تجربه‌ای که پارسال داشتیم باید یه کار خیلی بهتر و کیفی‌تر و قوی‌تر باز ارائه بدیم. این شعار همیشه یه ماست اینجا که باید هر چه میتونیم وضعیت بسیار بهتری داشته باشیم، کیفیت بهتری رو ارائه بدیم. ولی واقعا تجربه پارسال بچه‌ها تجربه خیلی گرانبهایی بود برای خود من شخصا و فکر می‌کنم امسال هم بتونیم با قدرت خیلی زیاد کار خیلی خوبی رو انجام بدیم. به هر حال یه سری توضیحات هستش که توی اولین بخش در واقع می‌خوام خدمتتون بگم. اینها رو وارد درس هم میشه، میدونم هیجان درس هم دارید، می‌خواید زودتر شروع بکنیم درس رو، ولی توضیحات منو گوش بدید چون مطلب خیلی مطلب مهمی هستش. کارکرد امسالمون وضعیت چگونه خواهد بود، جامعه شناسی چه شرایطی توی کنکور داره، چه درصدی اصلا نیاز داریم برای اینکه بخوایم مثلا کار بکنیم، اینا همه در واقع مواردی است که ما امروز باید راجبش صحبت بکنیم و ببینیم که شرایط چگونه هستش. خب دوستان، من که خیلی بلند صحبت نمی‌کنم، نه همه چی روتین و خوبه، بسیار عالی. خب من امیدوارم که بچه‌ها البته که همراه ما هستن اگه سوالاتی هم دارن بگن. ما امسال خدا رو شکر که تایم بیشتری داریم و در نتیجه هم میتونیم یه استراحت درست حسابی تایید داشته باشیم، همین که میتونیم تایم درسی بیشتری مقداری داشته باشیم و سوالات رو هم ان‌شاءالله قشنگ مثل همیشه، در واقع البته مثل همیشه که شما که نمی‌دونید سنتش بود، ما معمولا زنگ دوم تا زنگ دوم سوالا رو پاسخ می‌دادیم. من از دوستانم می‌خوام که این سوالا رو که میاد بالا برای زنگ دوم حتما داشته باشن که من بتونم در واقع اینها رو پاسخ بدم به دوستان. اینو به هر حال فکر می‌کنم که یه شرط. مرسی، ممنونم، دست شما در نکنه مفرد، مرسی. این سیاق همون چیز دیگه گذشته است، همین دست راستیه در واقع. بله مرسی. خب اولا بچه ها یه چیزی به شما بگم، به هر حال این سالی که در واقع درش هستیم، در واقع سال گذشته بچه های سال 99 یه سال عجیب غریبی بود، شرایط عجیب غریبی پیش اومد و من نمیخوام راجع به اون صحبت بکنم چون خیلی طولانی میشه و اینها، ولی میدونید که هنوز کنکورش برگزار نشده. فکر نمیکنم برای شما بچه این شرایط وجود داشته باشه که بخواد در واقع این جلو عقب شدن امتحان اینا وجود داشته باشه. من تصورم این است انشالله، البته من همیشه مثبت اندیشم، ولی امیدوارم که در واقع شرایط به گونه‌ای بشه که دیگه برای به اصطلاح وضعیت کنکور شما یه روتین عادی رو در واقع داشته باشیم، همون چیزی که در واقع داشتیم در مثلا تیر ماه کنکور برگزار می‌شد همین شرایط باشه، چون روال اصولا اینجوری بوده دیگه، یعنی همین کلاس ها همین به اصطلاح در واقع مرداد ماه اینا آغاز میشد و بعدم که کنکور هم که در سر موعدش همون تیر ماه بودش. بنابراین اینو برای این گفتم که شما در نظر داشته باشید که اون شرایط ویژه ممکنه برای شما تکرار نشود و امیدواریم هم زودتر میگم حل بشه، مسائل به حالت نرمال برگرده. چون شرایط ویژه امکان تکرار نداره، پس شما بازه زمانی که دارید در نظر میگیرید حتما باید بازه تا همون تیر ماه باشه در واقع. اگر حالا احیانا شرایط خاصی پیش اومد بیشتر شد اون بحث دیگه است، ولی به نظر من عاقلانه این هستش که آدم به سیاق معمول فکر بکنه. الان اگه شرایط ویژه پیش اومد حالا خودش رو با اون تطبیق میده. این به چه معناست؟ به این معناست که بچه‌ها باید تک تک لحظاتی که الان با هم هستیم رو قدرش رو بدونید، یعنی باید بچه‌ها زمانهاتون رو پرت نکنید. توی بحث انسانی یکی از حسنایی که انسانی داره اینه که یک سال مطالعه کردن، یعنی در همین سال آخر میتونه شما رو به هر جایی میخواید برسونه. من بدون رو در واسه بگم تجربه شخصی من در کلاس ها این گونه بوده که کسی که این سال رو خوب کار میکنه حتی اگر سال پایش وضعیت خوبی نداشته حتما نتیجه عالی میگیره. وقتی میگم نتیجه عالی منظورم رتبه های زیر 1000 است، منظورم رتبه های زیر 500 است، حتی رتبه های زیر 200. بنابراین در خودتون ببینید بچه‌ها این جور نتیجه گرفتن رو، و خواهشی که ازتون دارم این هستش که محکم از ابتدا قدمتون رو درست بردارید. حالا که آروم 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 درساتون داره در واقع آغاز میشه، قشنگ فرصت دارید که برنامه‌ریزی بکنید، قشنگ فرصت دارید که به هر حال بحثه به صورت مشاوره هم انجام میشه توی تاملند، بحثه به صورت یا خودتون مشاور دارید حالا دارید کار میکنید، بحثه تدریسی هم که اینجا به صورت کامل همه دوستان دارن در واقع کارشون رو انجام میدن و شما میتونید در واقع با استفاده از همین پک آنجوری که میخواهید به نتیجه برسید. من
اگه بخوام بهتون بگم چند نفر به من گفتن بعد از این کلاس‌ها تو کلاس سال گذشته که ارتقا نتیجه داشتن و اینا، واقعا اصلا یه مثبی 70 من میشه که در واقع نتایجی که گرفتن، نه فقط نسبت به کلاس خود من، کلاس دیگر هم منظورم هستش. این بحث تبلیغ و اینها نیست، بحث این هستش که بستر فراهمه برای موفقیت، شما چگونه میخواید عمل بکنید. خب اون بخشی که مربوط به من میشه الان بخش جامعه شناسی است، در حال حاضر الان میخوایم کار بکنیم. راجع به تاریخ جغرافیا البته ما یه برنامه ویژه‌ای داریم توی بحث بس نکته و تست داریم و احیانا شاید در طول سالم سعی بکنیم ان شاءالله که حالا طبق برنامه‌ای که چیدیم که بتون یه راهکارهایی بدیم که بهتر بتونید بس کار بکنید. تاریخ جغرافیا اینا رو به صورت جدا کار می‌کنیم، سعی می‌کنیم تو قالب کلاس جامعه نباشه که وقت جامعه شناسی گرفته نشه، ولی حتما بچه‌ها در واقع ما تنهاتون نمی‌ذاریم و من قول میدم بهتون که اگر ما رو دنبال بکنید و محکم با هم دیگه گام برداریم میتونیم نتیجه خیلی خوب بگیریم. بیاید اول تو بخش اول قبل از اینکه وارد درس بشیم یه مرور کوچولو بکنیم روی وضعیت درس جامعه شناسی در کنکور و شرایطی که در کنکور داره. خب همونجوری که میبینید دوستان من براتون آوردن درصد جامعه شناسی رتبه‌های زیر 200 در سال 98 داریم. متاسفانه چون کنکور 99 برگزار نشده نمیشه از جدول اونو فعلا استفاده کرد. حالا سعی می‌کنیم ان شاءالله تو تحلیل بعدی بعد از کنکور که میاد آمار درآمد بعد به شما اون رو هم بگیم. خوب دقت بکنید دوستان، درصد 100 23 نفر، 90 تا 100 51 نفر، حالا میتونید خودتونم جمع بزنید دیگه، 80 تا 90 79 نفر، 70 تا 80 28 نفر، 60 تا 70 14. یعنی وقتی میاد اینجا از هیته زیر 70 4 و 14 میشه 18. 18 نفر در واقع درصد زیر 70 بودن. بنابراین اگه 18 تا کم بکنید از این از 199 نفر، ما بقیه داستان بالای 70 درصد دارن میزنن از رتبه‌های زیر 200. پس درس جامعه شناسی درسی نیستش که شما بخواید با درصد 40 و 50 خودتون رو قانع بکنید بگید خب من دیگه نتیجه میگیرم. نه، همونجوری که دارید میبینید توی یه دیدگاه کلی برای رتبه‌های برتر ما، یعنی رتبه‌های زیر 200، کمتر از در واقع 20 تا ما داریم که زیر 70 زده باشن و بقیه در واقع بالای 70 زدن. خب این یه دریچه برای چشم ما در واقع روشن میکنه یا باز میکنه که ما متوجه بشیم که چه باید بکنیم در جامعه شناسی. این مسئله اول. یه آمار دیگه ببینیم. آمار بعدی تعداد کل داوطلبان از درصد جامعه شناسیشون رو آوردیم. این آمار موجوده، یعنی شما میتونید برید تو اینترنت سرچ بکنید، چیز خاصی نیست، آمار خیلی عجیب غریبی نیست، سازمان صحتش اعلام میکنه اینو هر سال. 65 نفر درصد 100 دارن، 243 نفر 90 تا 100 دارن. خیلی جالبه، یعنی تو رتبه زیر 200 هم حتی این بود نبود. درسته تعداد زیادی در واقع بالای 90 دارن میزنن جامعه شناسی رو. برای سال 98 اینجوری بوده. البته جامعه شناسی 98 یه مقدارکی همچین ساده تر از سال گذشتهش بود تقریبا، چون نظام اولین سال نظام جدید بود، این اتفاق افتاد. گاهی بعضی از درس‌ها این اتفاق میفته. 1071 نفر 80 تا 90 زدن، 2016 نفر 70 تا 80، 3690 60 تا 70. و میبینید که آمار نشان دهنده این هستش که جامعه شناسی از اون درسی است که حتی بچه‌هایی که درصد خیلی شاید مثلا رتبه خیلی بالایی نیارن و اینها، ولی باز هم جامعه شناسیشون رو معمولا مطلوب میزنن. پس این باز هم یه وظیفه سنگین تری رو در واقع بر روی دوش ما میذاره، بر عهده ما میذاره که ما چجوری باید کار جامعه شناسی رو انجام بدیم و به چه درصدی باید برسیم. بهتون میگم چه باید بکنیم برای این کار. خب تعداد سوال بچه جامعه شناسی، من بیام اینور که شما بتونید تصویر قشنگ ببینید. 20 سوال است در کنکور که از شماره تست 216 تا 235 و استاندارد زمان هم تقریبا 1 دقیقه، البته 1 دقیقه ما میگیم 1 دقیقه، ورژن‌های مختلف است. من 50 ثانیه هم شنیدم میگن، 45 ثانیه هم شنیدم میگن. من خودم ایدئالم همیشه به بچه‌ها اینه که میگم 45 ثانیه تست جامعه شناسی رو بزنید. البته حجم تستا بالاست میدونم، ولی بهتون میگم چه باید بکنید. یعنی در طول سال که از کاری که انجام میدیم، بس فقط حالا قسمت علمیش نیست، یه بحث هم اینه که لمای تست رو یاد بگیرید که مثلا فرمت‌های تست مختلف که میاد با این فرمت‌ها چجوری باید برخورد کنیم. از بس که تست میزنید با هم دیگه خودتون متوجه میشید که چجوری میشه سری تست رو زد. یعنی قرار نیست که شما همه تست رو بردارید بخونید، بلکه خیلی ساده میتونید در واقع با یه مقدار اطلاعات و ارتباطات در واقع وقتی که وارد باشید به سرعت تست رو در عرض 20 ثانیه، یعنی فقط یه خانش سریع و بلافاصله تست رو بزنید زیر حتی 45 ثانیه، ولی نرمش من میگم 45 ثانیه. تا یه دقیقه هم اشکالی نداره اگر برای جامعه شناسی صرف بکنید. 45 ثانیه برای اینه که بعد بتونید تایم رو بریزید روی درس‌های دیگه که هستن برای اونها در واقع استفاده بکنید. بحث بعدی که داریم بحث بودجه بندی سال 98 هست که این خیلی برامون مهمه. بچه‌ها میخوام خوب بهش دقت بکنید. قشنگ توجه بکنید. از 20 سوالی که در کنکور سال 98 سوال اومده،
سه تا سوال بچه‌ها، یعنی 15%، چون هر سال 5% میشه دیگه، از دهم اومده بود، 5 تا سوال از 11ام 25% و 8 تا سوال هم از 12ام اومد 40%. این بچه های سال 99 حال میکنن از یه جهت، میدونین چرا؟ چون دو درسشون هم هست شد، 9 درسشون 1 تا 8، 8 تا سوال قشنگ میاد هر درس یه سوال دیگه، یعنی میدونن که درسشون همه رو بخونن 8 تا سوالشو زدن، 40% رو زدن. و ترکیبی 10ام و 11ام هم 4 سوال که 20% بود. یعنی چی ترکیبی؟ مثلا گفته که پیامد هر یک از عبارات زیر را بگید، سه عبارت، معمولا چون سه عبارتی هم سوال میدن، دو تاش مثلا از 11ام، یه دونه از 10ام. من این مکس که کردم یادم افتاد که تو آزمونای آزمایشی امسال، سال گذشته عزم میخوام، همین بالا کنکور 99، خیلی طرح میل پیدا کرده بودن به جای 3 قسمت 4 قسمت سوال بدن، نمیدونم چرا، یا انگار همه با هم دست جمعی تصمیم گرفته بودن تو آزمونای مختلف همشون 4 قسمتی سوال میدادن. ولی نمیدونم، حالا اینو سنت کردن که کنکورم مجبورش همون کارو انجام بده، چون به هر حال آدما به هم یه مقدار تاثیر انعکاسی هم دارن، یعنی آدم یه چیزی رو میبینه به هر حال تحت تاثیر قرار میگیره، شاید به خاطر مثلا این بوده، نمیدونم، یا دستشون بازتر بود که بیشتر بتونن از بچه‌ها آزمون مثلا یا سخت‌تری سوال سخت‌تری طرح بکنن اینا. ولی اصولا در کنکور حداقل تا 90ای سنتی بود که سه بخشی سوال میدادن، مثلا این عبارتایی که علت یا پیامد میخواستن و اینها، مگر این صحیح و غلطایی که خب 4 جمله است معمولا، بقیه رو ولی سه بخشی سوال میدادن. خب چه خواهد شد برای سال 99؟ چه خواهد شد برای 1400، سالی که شما کنکور دارید؟ ببینید 99 که قطعی بدونید که در همین طول بسیار کلاس‌ها بلافاصله بعد از اینکه امتحانش برگزار شد، چون صحبت از ظاهرا هفته آینده باشه در واقع کلاس دیگه، بلافاصله بعد از اینکه کلاس برگزار شد شما سوالا رو اینا رو می‌بینیم، من حتما تحلیل اون رو براتون سر کلاس‌ها میارم، یعنی یه تیکه از کلاس‌هامو اختصاص میدم برای همین داستان، شده از درسمون هم بزنیم، ولی بهتون میگم چون میخوام خطش دستمون باشه که کجا داریم میریم. اینم در نظر بگیرید که از سال 92 به این ور تا الان هر سال بچه‌ها ما تغییر در واقع بودجه بندی رو داشتیم در جامعه شناسی. اینم یه چیز عجیبی است دیگه، من فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از درس‌های دیگر اینقدر تغییر بودجه بندی داشته. مثلا فرض کنید حالا اون درس دیگه که من درس می‌دم، تاریخ جغرافیا، خب در کنکور مشخص هاشون 15 تا تاریخ، 15 تا جغرافیا، هر پایه معمولا 5 تا داره. حالا 98 فقط اومدن یه مثلا خواستن حالت ترکیبی بدن، دو سه تا سوالش اومدن مثلا سرفصل از یه سال مثالش رو از یه سال دیگه دادن، یه همچین کاری کردن در واقع. ولی برای جامعه شناسی اصلا معمولا اتفاق نیفتاد، اونم تازه اولین بار بود این اتفاق میافتاد که چون وزن کتابای مثلا جغرافی، اونم تو جغرافی این کارو کردن، 10ام 11ام 12ام یکسان نیست، یه ذره 11ام 12ام بیشتر سوال دادن. ولی در جامعه شناسی معمولا در درس دیگه اینجوری نیست و ثابت، خود تشریفی هم ثابت بود سالها، در جامعه شناسی ولی از سال 92 به این ور دیگه اینجوری نیست، یعنی هر سال بودجه بندی عوض شده. من هر سال یادم میاد وقتی میخوام برم که سر کلاسم، باید اول قبلا سال گذشته رو دیده باشم و بچه‌ها بگم آقا مثلا پارسال این بود، سال گذشته‌ش هم این بود مثلا، و حالا امسالش هم تازه بعدم عوض میشه. ولی بچه‌ها یه چیزی هم به شما بگم، خط کلی جریان عوض نمیشه، یعنی وزن کتاب‌ها در کنکور تغییری نمی‌کنه خیلی. اینکه بگم مثلا میگم فرض کنید اگر از 10ام 3 تا سوال مستقل بوده، الان برای دوره فرض کنید 99 یا 6 تا سوال میاد، نه اینجا این اتفاق نمیفته، چون به طور کلی بچه‌ها وزن اصلی درس رو 12ام تشکیل میده که میبینید 40% هست، و اون مابقی باید بین 10ام و 11ام به نسبتی که 11ام سوال بیشتری داشته باشه باید تقسیم بشه. سیستم اینجوریه به خاطر اینکه خب حجم در واقع 11ام حجم بیشتری هستش و مطالبش هم مطالب مهمتری هستش. بنابراین با این حساب اینجوری پیش بینی باید کرد که احتمال 99 البته میبینیم با هم دیگه، باز پیش بینیمون معلوم میشه که درست بوده یا نه، ولی باید پیش بینی بکنیم که احیانا اگه تغییری هم اتفاق بیفته، مثلا ترکیبی ها یکی دو سالش اضافه بشه، مثلا به جای 4 تا مثلا بشه 5 تا فرض کنید، یا از ترکیبی ها مثلا به جای اینکه هر 4 سالش 10ام 11ام باشه، یه سال با 12ام باشه، مثلا 3 سال داشته باشه. تو نظام قدیم چون این کارو میکردن. خب حالا اینو باید ببینیم دیگه، به هر حال وقتی که کنکور برگزار شد، میگم هفته دیگه، بعد من حتما تحلیلشو حالا قاعدتا میشه دو سه جلسه بعد دیگه براتون میارم و با هم دیگه میبینیم که وضعیت چگونه بوده است. اینم از جهت بودجه بندی مبنای ما. تمام این در واقع سالها سوالاش یه چیزی رو به ما میگه که اگه درصد عالی میخوایم بگیریم باید چه بکنیم، باید در واقع تمام سالها رو در نظر داشته باشیم، به خاطر اینکه همونجوری که دارید میبینید هیچ کدوم از این سالها به طور مستقل نمیتونه شما رو درصد مطلوب برسونه، یعنی 70% گرفتن با 12ام صرف یا 11ام صرف یا دوام صرف اتفاق نمیفته. خب شیوه کار برای رسیدن به هدف چه باید بکنیم برای اینکه بچه ها بتونیم به هدف رسیم؟ اینو من خالی گذاشتم به خاطر اینکه دقیقا اینجاست که میخوام بهتون بگم که
چه کارهایی رو انجام میدیم امسال برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. خیلی مهمه این بخشی که دارم میگم. دوستان اگه قلم کاغذم دم دستشون نیست، همینجوری که دارم حالا این دو سه تا جمله اولو میگم بیارن دم دست بزنن. البته امیدوارم قلم کاغذ دم دستتون باشه، به خصوص جزوه رو امیدوارم که آورده باشه، ولی چون جلسه اولا شاید چون وارد نبودید به هر حال این کارو نکرده باشید. عذرخواهی میکنم، تایم هم به من میگید که الان چه ساعتیه؟ 4:23. بسیار خوب. ما البته بچه یه زنگ تفریح کوچولو هم احتمالاً کوچولو که چه عرض کنم، حالا یه 10 دقیقه رو می‌خوایم داشت. دوستان تنظیم بکنیم هولوش، فکر کنم که ساعت مثلا 5 هم چه چیزی خوبه، یا 5 دقیقه به 5 مثلا بریم تا 5 و 10 دقیقه، این فکر کنم مناسب تر باشه. حالا هر جا بودیم مثلا فرق نمی‌کنه، وسط درس هم بودیم مشکل نداره، در واقع زنگ تفریح داریم، بعدش هم اون سوالایی که دوستان گفتن اول جواب میدم، بعد ادامه درس رو خواهم گفت. امروز ممکنه بچه‌ها به بودجه بندی درسمون هم حتما نرسیم به صورت کامل، یعنی من دو درس دهم رو آوردم براتون، ولی ممکنه که کامل نرسیم، کما اینکه پارسال هم نرسیدیم کامل بگیم، اشکال نداره. به هر حال جلسه اول چون توضیحات بسیار مهمه میخوام که همه رو در نظر داشته باشید. قبل از هر چیز بچه‌ها، اگه حالا قلم کاغذ اینا دم دستتون هست اینا رو در نظر بگیرید لطفا. قبل از هر چیز بچه‌ها، ما آماری که دیدیم یک چیز رو به ما گفت. آمار گفتش که درصد زیر 70 و 80 به درد من و شما نمیخورد در کنکور. برای جامعه شناسی باید درصد بالای 80 باشه. این نکته اول. ما چه سیبلی برای خودمون قرار میدیم؟ چه هدفی قرار میدیم؟ ما هدفمون رو مثل پارسال دقیقاً به بچه‌هام گفتم. اتفاقا موقعی که این صحبتو کردم بعدش چند تا از دوستان به من گفتن که آقا چرا اینقدر محکم حالا صحبت کردی فلان، بالاخره یه جایی برای کار بذار که واقعا یه اشکالی پیش اومده. گفتم نه، واقعا هدف ما اینه و به اینم میرسیم، تلاش میکنیم برای همین که به این برسیم. بچه خیلی ساده به شما بگم، شما درصد بالای 80 میخواید، اما ما سیبلمون 100. ممکنه درسی وجود داشته باشه توی همین درس انسانی، پک انسانی هست، بر اساس حالا آمارش، میانگینش، وضعیت بچهای قوی بیان بگن آقا مثلا 80 بسشه. چه میدونم مثلا ریاضیات، حالا ما جسارت میکنیم البته خدمت استاد محمدی نژاد عزیز، استاد بزرگوار ریاضی، مثلا بگیم که آقا، یا چه میدونم فلسفه منطق استاد بهادر، آقا مثلا آقای بهادر بگه که البته ایشون هیچ وقت اینو من نشدم بگه، آقای محمدی نژاد همیشه اونام هدفشون در واقع عالی هستش، در سطح بالاست، ولی بگه آقا واقعیتش اینه، مثلا میانگینا چه میدونم 50 بوده، شما لازم نیستش که مثلا فرض کنید که 100 بزنید. البته میگم من این جمله رو یه جا گفته بودم، بعد بچه ها اعتراض کرده بودن که نه نمیدونم آقا فلسفه منطق هم باید بالا زد. حتما همه رو باید در واقع بالا زد، این که شکی درش نیست، و هر استادی در واقع در درس خودش واردتره که اینو بگه. من دارم مثال میزنم، نمیگم اینجوری هستش. ممکنه بگه آقا اون مثلا میانگینه اینجوری است یا هست یا فرام، مثلا فرض کنید حالا از درس خودم مثال بزنم، آقا تاریخ جغرافیا رو شما با 80% هم میتونی تک رقمی بشی، با 80% میتونی تک رقمی بشی، ولی ما البته همیشه وقتی کار میکنیم در هر زمینه که کار میکنیم هدفمون همون 100، یعنی 100 رو در نظر میگیریم. حالا دیگه به نسبتی که بچه‌ها با اون حرکت میکنن وضعیت درسشون متفاوت خواهد بود، اما جامعه شناسی اصلا دقیقاً باید برای 100 حرکت کرد. یعنی این دیگه شرط نمیدونم کافی یا نمیدونم خفن کار کردن نیست، بلکه شرط لازمه در واقع. یعنی شما باید برای 100 حرکت کنید که اگرم احیانا یه تست دو تستم اونجا یادتون رفت و اذیت شدید و نمیدونم یه تست عجیب غریب بعضی وقتا چند سال یه بار یه تست مثلا غلط میدن و اینا، نه که به صورت دائم باشه، یه چند سال یه بار ممکنه همچین اتفاقی گاهی بیفته، مثلا تو چند سال چندی بار این اتفاق افتاده، یه دونه سوال مثلا مشکل داشته، اگرم یه وقت همچین چیزی حالا احیانا اتفاق افتاد، ما باید از پیش آماده باشیم دیگه. میخواد الان مثلا یه سال آدم نزنه بشه مثلا 95، یا غلط بزنه مثلا بشه 93، دقت کردین؟ ولی اگه تو برای 100 تنظیم نکرده باشی بیاد روی 70 80 سرمایه گذاری کنی، مطمئن باش باز یه دو تا سوالمو وسط بیاد اشکال بخوره، میری روی مثلا 50-60% که درصد مناسبی برات نیست. بنابراین دوستان عزیز من، حتما سیبل ما باید چی باشه؟ 100 باشه. پس ما داریم برای 100 خودمون رو آماده می‌کنیم، 100 جامعه شناسی. چه باید بکنیم برای اینکه 100 جامعه شناسی رو بهش برسیم؟ گام اولی که بچه شما دارید این هستش که من واسه می‌کنم حرفی که می‌زنم، دوست ندارم اصولاً که به کسی بگم که آقا باید هر چی من میگم گوش بدی، خب، ولی واقعیتش اینه که گام اولش اینه که بچه هر چی بهتون میگم گوش بدید. یعنی وقتی میگم یه کاری رو انجام بدید، تکلیفی بهتون میدم، میگم تستی بزنید، هر چیزی که دارم میگم بچه لطفاً انجام بدید. چون اینو به شما بگم، خب این برای بحث حالا تجربهش هم هست، شرایط بسیار پارسال هم خودم این تاملند بوده، تو بحث آنلاین هم بودیم ما در واقع برای پارسال، تماما این در واقع پشتش تجربه خوابیده. اگر این کاری که من میگم رو انجام بدید، مطمئن باشید که به 100 میرسید و خودتون تغییرتون رو تو درس جامعه شناسی خواهید دید. من میدونم الان بعضی از دوستان تو ذهنشون هست من پایمو مشکل داشتم، آقا 11 مثلا میگم به خاطر همین شرایط کرونا ما کلاسامو تشکیل نشد آخرش چیکار باید بکنیم؟
تو اینجوری فکر کن، یه تغییر رشته ای هستی، اومدی نشستی اینجا، تغییر رشته امتحانه رو مثلا فرض کن یه جوری برای رد کردی دیگه، و جامعه شناسی هیچی بلد نیستی، آقا صفر اومدی نشستی، الان داری پای دستگاهت، چون من پای دستگاهی که داری من وصلی به اینترنت داری منو نگاه میکنی که دارم راجع به جامعه شناسی توضیح میدم، صفر صفری. تو اینجوری فکر کن، قرار هستش که از این نقطه ما به صد برسیم. حالا دوستانی که اطلاعات دارن و از قبل یادشونه یا یه سطح خوبی دارن، خیلی هم عالی، زحمت کمتری خواهند کشید، فشار کمتری بهشون میاد، اما نتیجه در واقع در نهایت ما سیبلمون همون سطح خواهد بود. برای صد رسیدن همونجوری که عرض کردم، اول باید حرف منو گوش بدید در واقع، یعنی کاری که بهتون میگم رو انجام بدید بچه‌ها. اگه میگم تکلیف انجام بدید، اگه میگم آقا شیوه خوندن مثلا اینه، این کارو بکن، فرض کن من همیشه مثلا یک توصیه که همیشه میکنم، آقا وقتی که تو میخوای امتحان بدی، یه بار کتاب درسی تو بخون، یه بار، بعد کتاب درسی رو بذار کنار، برو سراغ همین فیلم و جزوه که الان داریم با هم کار میکنیم. تکلیف تستی بهتون میدم بچه‌ها، تکلیف تستی رو انجام بدید. دستتون هم نمیبندم بگم مثلا میگم فقط باید از این منبع بزنید، نه، من دو سه تا منبع معرفی میکنم، همین الانم بهتون میگم اینها رو، میتونید حالا از هر کدوم خواستید برید، هر کدوم خواستید تهیه بکنید. به هر حال منابع بازار متاسفانه توی درس ما منابع خیلی کاملی نیست که بگم اصلا هیچ ایرادی توش نیست، ولی یه منابعی در واقع بهتون میگم که ایراد کمتری داشته باشه و در واقع چی میگن، نمیشه گفتش که بهترین رو میگم، یه چیزی که مثلا شرایطش نسبتاً نرمال تره در واقع بهتون دارم میگم، یعنی اینجا واقعا بس بست نیستش. حالا به همکاران بر نخوره که کتاب رو تهیه کنم، چون واقعا زحمت کشیدن، چند سال پیش که اصلا همینا هم نبود، واقعا با زحمت همکارای من به هر حال الان کتابای خوب هست توی بازار و اینها، ولی اینکه بگم مثلا حالا بین اینا یکی که بهترینه، نه، که یکی که اشکالات کمتری داره رو باید بگم، یعنی هنوزم اون کتابی که بگیم که کاملا بدون اشکال هست و اینا، یا کاملا تو خط کنکور هست اینا، متاسفانه هنوزم ما نداریم حداقل توی وضعیت فعلی، ولی به هر حال منابع خدا رو شکر زیاد شده، متنوع شده و منابعی خوبم توش هست، منابعی که بشه استفاده کرد، اشکالات کمتری داشته باشه. خب پس بچه‌ها در واقع شما قدم به قدم اون چیزی که بهتون میگم رو عمل میکنید. ما هر هفته که بچه کلاس داریم، بعدش من تکلیف بهتون میگم. حالا این هفته البته براتون تکلیف ننوشتم توی چیز، توی آخر کلاس، ولی تکلیف حتما بهتون میگم. یه جمع‌بندی همیشه داریم آخر کلاس، یه 10 دقیقه جمع‌بندی میکنم، 5 6 دقیقه در واقع جمع‌بندی میکنم. جمع‌بندی رو خوب گوش بدید. خیلی از دوستان فکر میکنن جمع‌بندی که میرسه پاشم برن دیگه، نه، اینجوری نیست. جمع‌بندی اتفاقا به خاطر اینه که تمام مطالبو داریم دوباره سری مرور میکنیم. آقا ما اینو گفتیم، فرض کنید چون کنترل اجتماعی این بود، جامعه پذیری این بود، این خودش یه تثبیت مطلب هستش. و بهتون توصیه میکنم هر جلسه ای که خواستید تکرار بکنید فیلم رو ببینید، حتما جمع‌بندیش هم کامل نگاه بکنید و بعد تکلیفش رو حتما انجام بدید. وقتی میگم این تستو بزنید یا این کارو انجام بدید، اینو لطفاً داشته باشید حتما و انجامش بدید. خب ما البته متاسفانه اینجوری نیست که بتونیم بریم دونه دونه سر تک تکی که بچه‌ها مثلا تو خونه‌شون ببینیم خب دارن این تکلیف رو انجام میدن یا این بخشش رو من طبیعتاً نمیتونم انجام بدم، ولی خیلی خوشحال میشم که خبر بدید به ما یا برامون حتی بفرستید بعضن مثلا تو این چیزایی که شبکه‌هایی که هستیم و اینها، و روندتون رو بگید. مهم‌تر از همه که آقا من این کارا رو کردم، بله، به این نتیجه رسیدم، یا دارم این کارا رو انجام میدم، یا وقتی اینو مثلا تو میگفتی مثلا انجام نمیدادم، حالا که انجام دادم مثلا وضعیت اینجوری شد، تغییر کرد، یا وضعیت بدتر شد اصلا. آقا تو گفتی تست بزن، من رفتم تست دادم، مثلا درصدم اومد پایین. اصلا اینکه نمیشه معمولا تست بزن آدم میره بالا، ولی منظورم میخوام به شما بگم که اون کارو انجام بدید لطفا. خب پس برای سر زدن اولین چیز، گام به گام اون چیزی که میگم انجام بدید. مسئله دوم، هیچ کتابی رو بچه‌ها نگفته نمیگذاریم. ما خودتون خواهید دید توی بحث درسیمون، نکته به نکته، مطلب به مطلب درس رو مرور میکنیم کامل، خط به خط در واقع مرور میکنیم. حتی بعضی وقتا توی چیزا، تستا، غالب تستا این وضعیت هست، ممکنه مثلا نکته رو حالا تو خود جزوه نیاورده باشیم، ولی بیایم توی تستا یا تو پاور مثلا من بهتون بگم، ولی دونه به دونه تمام مطالب رو مرور میکنیم، نکته به نکته مطالب رو مرور میکنیم. بنابراین شما وقتی که این فیلم رو در واقع میبینید و روی جزوهش کار میکنید، که میدونید یه مشارکت فعالم شما باید داشته باشید دیگه، یعنی همزمان که نشستید من دارم توضیح میدم، وقتی که مثلا یه مطلبی هستش که جا خالی است باید با هم بنویسیم. من میتونستم جزوه رو بنویسم و زیرش خط بکشم، خیلی هم راحت تر بود، به جای اینکه بیام اینجا سر کلاس. حالا دوستان منم میدونن اینجا که خط منم خیلی خط مزخرفیه کلا، یعنی من اصلا عبا دارم معمولا بنویسم، به خاطر اینکه خیلی خطم بده، یعنی خیلی قابل خوندن نیست، ولی اشکال نداره. حالا شما یه ذره به خط منم بخندید بهتر از اینه که کار شما لعین بمونه. من ترجیح میدم با همون خط بنویسم، منتها شما با کلاس ما درگیر باشید، چالش بکنید، نه که فقط بشینید همینجوری مثل یه فیلم بعدم چرتتون بگیره و اینا بگید خب فیلم سینمایی بود، خب جالب بود دیگه، حالا دیدیم. نه، مشارکت فعال داشته باشید. کلاس بچه‌ها، کلاس در واقع متقابله. فکر نکنید حالا مثلا ما چون پشت دوربین هستیم و اینا و نمی‌بینیم پس دیگه حالا بریم چرت بزنیم. نه، شما
باید مشارکت فعال با ما داشته باشید در واقع، و یکی از کاراشون کاراتون همین هستش که خودکار رو در دست داشته باشید. حتما دوستان جزوه رو ما تا یکی دو روز قبلش جزوه رو برمونم بارگذاری میکنیم. جزوه رو سعی بکنید پرینت بگیرید، این خیلی بهتر هستش، و تو پرینتش وارد بکنید. حتی اگرم یه وقت نکردید تا اون جلسه این کارو بکنید اشکالی نداره، یه کاغذ دم دستتون داشته باشید، مطلبی که من میگم رو بنویسید، جاهاش معلومه دیگه. بعد که رفتید فردا شفتید پرینت گرفتید، اونا رو وارد جزوه بکنید که آخر سر شما تمام جزوات رو داشته باشید. ما جزوه رو بچه‌ها بخش به بخش می‌ذاریم براتون، جزوه الان کامل هست تا آخر، ولی جزوه رو بخش به بخش بچه‌ها من براتون می‌ذارم. جزوه پارسال هستش، ما برای تغییراتی هم توش میدیم. الان مثلا برای همین دست به نقد امسال مثلا من یه سری تستاشو تغییر دادم و شرایطشو به صورت عوض کردم، یه سری اضافه کردیم، یه سری جابجایی کردیم و اینها، یا کم و زیاد کردیم، و این اتفاق خواهد افتاد برای سریای بعدی هم. ولی این کار سختی نیست، میشه مثلا یه جزوه رو گذاشت، ولی من جزوه رو همه رو بهتون به راحتی بگم نمیدم الان بهتون. میدونین چرا؟ چون این تجربه بعدی دارم. همیشه وقتی که جزوه رو کامل میدی بچه میگه اینه، خب دیگه تمام شد، دیگه یه روز میخونم. حالا آقا ما نمیخوایم شما یه روز بخونید، بعد با من بیایید درس به درس، بعد با من قدم بردارید بچه ها. به خاطر اینکه به قول یکی از این دوستان میگفتش که یه فیلو چجوری میخورن، حالا کسی که تو فیل نمیخوره هیچ فخره، ولی ما میگفتیم خب چجوری، میگفت لقمه لقمه، یه فیلم بزرگی رو لقمه لقمه میخورن در واقع. شما یه کار به این بزرگی رو سه تا کتاب دارید با اون حجم و اینها، آروم آروم جلسه به جلسه هفته به هفته کار بکنید، در انتها میبینید که فیل خورده شده، تموم شد و کارتون انجام شده، و نتیجهش رو هم در همین جور هفته‌ای که داریم میریم جلو میبینید خودتون. یعنی این چیزی نیست که آخر بخواد خودشون نشون بده، هر هفته که میریم جلوتر آزمونای آزمایشی تو شروع میشه، اینا خودتون اینو خواهید دید. خب دوستان، پس این بحث صد رو داریم. تکلیفایی که بهتون میگم رو لطفا حتما انجام بدید، کارهایی که بهتون میگم رو حتما انجام بدید. منبعی که بچه برای امسال لازم هست که تهیه بفرمایید، سعی کنید حتما چاپ برای کنکور 1400 بشه، یکی از این دو منبع. البته بحث تبلیغی نیست، ما چون برای منبع باید معرفی بکنیم، بچه ها میپرسن که یا کتاب خیلی سبز رو بگیرید که کتاب به اصطلاح کم اشکالی هست، یا کتاب میکروی گاج رو، یکی از این دوتا رو در واقع تهیه بکنید، و اینا در واقع کتاب های کم اشکالی هستش. اگر منبع دیگری دارید، مثلا مشاوران دارید، قلمچی دارید، هر چیزی که هست، اگه خواستید تست از اونم بزنید به عنوان منبع تکمیلی اشکالی نداره، خیلی هم خوب، متأ بعد از اینا بزنید. یعنی تکلیفو که بهتون میدم، شما اول مثلا اون منبع اصلیتون خیلی سبز حالا یا میکرو گاج از اون بزنید، بعد بیاید سراغ این مشاورانه چیز، چون اونا یه مقدار اشکالاتی بعضن توش هست که اینجا متوجه میشید در واقع، ولی اگه اول اونا رو بزنید ممکنه که متوجه نشید. اشکالم از این جهته که ممکنه شما رو به جای غیر استاندارد ببره. آها، بعد یه چیز دیگه بهتون بگم، تست استاندارد تستیه که روش نوشتیم کنکور سال فلان، تستای دیگه تستای تالیفیه. اینجا هم میبینید تست تالیفیه. من پارسال هم پیش میومد، مثلا یه سوال حل میکردم خطا بود، اصلا سوال غلط بود، میگفتم بچه‌ها این سوال غلطه، و منم حذف نمیکردم و مخصوصا میآوردم که بچه‌ها بدونن طراحا پیامبر نیستن، معصوم نیستن که اشتباه میکنن اونا. دقت کردین؟ به خاطر اینکه بعضی فکر میکنن وحی منزله. اگه مثلا میگم فرض کنین آزمون قلمچی یا گزینه دو یا سنجش یه سوالی داده، عیناً همینه. نه آقا، عیناً همین نیست، طراح کنکورش هم من دیدم اشتباه میکنه، منتها اشتباه طراح کنکور خیلی کمه، به خاطر اینکه اونقدر فیلتر هست و اونقدر ادیت میشه و اونقدر ویرایش میشه که درصدش خیلی میاد پایین. ولی تو آزمونای آزمایشی من خودم چندین سال تو گزینه دو کار میکردم دیگه، ایراد پیش میاد بچه‌ها، ناخودآگاه هر چقدرم شما فیلتر بکنید، به خصوص که معمولا چند تا سلیقه هم نیست، حالا مثلا اون مثل کنکور نیستش که تیفی در واقع ببینن و اینها، یه هیئت مثلا درست حسابی داشته باشه برای این کار، به خاطر همین اشکال ممکنه پیش بیاد. برای اونها وحی منزل نیست. اون تست استانداردی که روش نوشته تست کنکور، اون تست استاندارد، تست دیگه به اساس استاندارد نمیتونه باشه لزوما، ولی میتونه نزدیکی به استاندارد باشه. حالا من اتفاقا اینم یکی از مواردی که میبینید توی چیزا میگم آقا این تست شبیه تست استاندارده، یعنی مثلا مثل تست کنکور میمونه. خب منبعتونم گفتم، درصد صدم که بهتون گفتم، کارهایی هم که باید بکنیم در واقع گفتم بهتون. الان دیگه چیزی به ذهنم نمیاد که راجع به جامعه شناسی کارمون مونده باشه که بخوام بگم. فقط خواهشی که ازتون دارم این هستش که حتما بعد از اینکه فیلم ها تموم میشه توی هفته وقت بذارید و ببینید. چقدر باید تایم برای مطالعه جامعه شناسی داشته باشیم؟ ببینید همیشه بچه‌ها دو تا سه برابر تایم کلاستون باید همیشه وقت بذارید برای هر درسی. یعنی اگه مثلا 1 ساعت و نیم کلاس داشتید، بعد 3 ساعت تا 4 ساعت و نیم وقت بذارید. حالا من نرمال میگم، چون ما 2 ساعت وقت مثلا کلاس داریم 6 ساعت میشه دیگه، ولی 6 ساعت لازم نیست توی هفته برای درس جامعه شناسی وقت بذارید. الان اجالتاً که کار خیلی سنگین نیست، یه چیزی هولوش 4 مثلا 4 ساعت و نیم 4 ساعت 4 ساعت و نیم بسشه، زیر 5 ساعت بسشه برای درس جامعه شناسی توی هفته، که یعنی میرسید تکالیفو اینجوری انجام بدید، مروراتونو انجام بدید. ماکسیمم میگم اگه خیلی حالا زمان ببره و اینا خیلی آروم مثلا شما بخونید اینا، میشه 5 ساعت حد اکثر، ولی در همین حدود بسته در واقع در هر هفته. حالا اگه بعداً مثلا نیازی بود، خب تایم رو اضافه می‌کنید. اینم از شیوه کار برای رسیدن به هدف. بچه‌ها اگه سوالی هم موند و
خواستم بپرسن، دوستان برای زنگ دوم گفتم اینا رو بذارم و بعد بریم درباره کلاس‌های آنلاین. نه مطلب آخری که میخوام بگم، بعد بودجه بندی رو نگاه میکنیم و میریم سراغ اون چیزی که منتظرشید، یعنی درس. امسال ما هر کلاسی میرفتیم میخواستیم این شهرهای اول رو بدیم، بعد من به بچه ها میگفتم خب میدونم مشتاق درسی، میگفتن نه آقا نه توضیح بده نمیخواد درس، نمیخواد بدی. جلسه اول نگاه مثلا کفر براش ما درس بدیم. حالا من تو بچه ها فکر کنم الان مشتاقم، بچه ها تاملند احتمالا اینجوری نباشن، آره همه مشتاقن که زودتر درس رو شروع بکنیم، ولی به هر حال حالا چون مطلب من مهم هست بچه ها باید برای بشنمید بعد شروع بکنیم. در مورد کلاس آنلاین هم چند تا توضیح بدم خدمتتون بچه‌ها. برای خود من پارسال یه تجربه جدید بود واقعا آنلاین تاملند، با اینکه من تلویزیون رفته بودم، نمیدونم سی دی و دی وی دی و این حرفا زده بودیم قبلا، کلاس‌های در واقع مختلف داشتیم، ولی واقعا این کلاس فرمت آنلاین برای خود من هم جدید، اصلا تجربه جدیدی هم هستش اینه. و خب خدا رو شکر که اینم بعد از لطف خداست در واقع من شاکر باشم که با این مجموعه حرفه‌ای و خیلی قدرتمندم ما این کارو انجام دادیم. تجربه خیلی خوبی بود و به من نشون داد اینو که اگه یه کار حرفه‌ای منظم باشه هر چقدر هم سخت باشه کار انجام میشه. ما پارسال خیلی بیلان خوبی داشتیم با وجود اینکه شرایط خیلی به اصطلاح چیز پیش اومد، بحرانی پیش اومد، مشکل وجود داشت، مسائل به اصطلاح مختلفی که وجود داشت و اینا، با این وجود بچه‌ها ما واقعا مثل ساعت روتین کارمون رو انجام دادیم. نمیگم خطا نداشتیم ولی سعی کردیم هر چی که میشه در واقع با کیفیت بهتر ضمن حفظ سرعت در واقع کارمون رو انجام بدیم و خدا رو شکر مثل اینکه فیدبک‌هایی هم که گرفتیم خوب بوده، یعنی راضی بودن در واقع دوستان. امیدوارم امسال هم همین وضعیت باشه. تمام تیم تاملند رو براشون آرزو موفقیت دارم به همین ترتیب، به ویژه همکاری خودم در گروه انسانی و به صورت عمومی انسانی، اختصاصی عمومی انسانی، و در مجموع خب به هر حال میگم مجموع خیلی قوی و خوبی هستش. اما غیر از این داستان تجربه حالا تاملند، به طور کلی به شما میگم بچه‌ها کلاس آنلاین خیلی فرقی با کلاس‌های فیس تو فیس نداره. درسته که حالا من شما رو نمیبینم و شما در واقع از طریق دوربین دارید من رو مثلا میبینید و اینها، اما واقعیت این هستش که تجربه من نشون داد اگر آدم خودش کار رو جدی بگیره نتیجه خیلی خوب خواهد بود. شاید شما باورتون نشه بچه‌ها، تلاشی که من برای یکی از کلاس‌های تاملند انجام میدم، پارسال هم همین داستان بود که برم سر کلاسش، نسبت به کلاس‌های معمولم واقعا 3-4 برابره. یعنی انرژی که از من برد این مثلا کلاس از من من با همکارم که صحبت کردم همین داستان بود، نه فقط سر کلاس ها، نه فقط اینجا توی مثلا این کمپوزیسیون در واقع استودیو و اینها، بلکه پشتش اون کاری که پشتش در قرار انجام بشه. یعنی واقعا خود مثلا نیترو تاملند موقعی که شروع شد من خدا می‌کردم فقط یه جوری بشه که این 5 هفته تموم بشه با نحو عالی بتونیم مثلا کارمون رو انجام بدیم. و واقعا میگم یه فشار خیلی چند برابری در واقع به همه ما، به من، به مثلا کادر، مثلا تایپ و نمیدونم این داستانا همه آورد و خود مسئولین تاملند. ولی خب کارا خدا رو شکر خوب انجام شد. میخوام به شما بگم بچه جایی اومدید که کیفیت مهمه و جایی اومدید که نتیجه خواهید گرفت. محسنات کلاس‌های آنلاین رو دوستان من گفتن حتما بهتون و حتما هم بهتون میگن بازم. یکی از بس موثراتی که داره اینه که ما میتونیم با مسافت‌های طولانی در واقع سر و کار داشته باشیم دیگه. اینجوری نیست فقط تو طیف بچه‌های تهران باشیم، بچه‌های شهرستان، بچه‌هایی که در واقع امکانات کمتری بعضن داشتن، ارتباطات در واقع کمتر بوده، ما فرصت نداشتیم رو در رو بریم، حالا میتونیم باشون مرتبط باشیم. این خودش یک گام بزرگ است. خب به هر حال حالا بحث‌های مالی هم طبعا مطرح میشه، هزینه‌ها به هر حال خیلی مناسب‌تر معمولا تو این کلاس‌ها نسبت به کلاسایی که حضوری هست، شاید حداقل تو این قیمتی که الان در واقع هست و اینها. اینه که من خبر دارم حتی در تهران هم استقبال خوبه معمولا نسبت به این شهر بزرگ هم در واقع استقبال میکنن، چون واقعا اجرت هزینه و اینا هم خوبه. شما حسابشو بکنید کلاسی که مثلا چون با آقای بهادر مثلا یا آقای دکتر بابایی مثلا میخواد داشته باشید، آقای هر کدوم از دوستان، استاد زعبی مثلا میخواد داشته باشه، استاد ملاکپور میخواد داشته باشید، اجرت حضوری یا الان بخواد به صورت آنلاین استفاده بکنید، خب حتما خیلی به صرف است. اینه که واقعا به صورت کلاس آنلاین یه کلاس واقعا نعمته برای بچه‌ها و خوبیش اینه تکلیف داره، نمیدونم شرایطش کاملا میگم مثل چیز آنلاین. حتی شما سوال میپرسید، پارسال حتی چت های تصویری وجود داشت دیگه، دوستان چت تصویری هم انجام میده. حالا امیدوارم امسال هم دوستان به سر شبات فراهم بشه بتونیم که چت تصویری هم داشته باشیم، ولی خیلی عالی بود در واقع همه چی. میگم بعد بچا سوال همون لحظه مثلا میگفتم میگم این کلاس دیگه، من دقیقاً حس کلاسو داشتم. و تنها چیزی که منو بعضی وقتا ناراحت میکرد این بود که شما پنجشنبه بچا انسانی پارسال بودن کلا کلاس انسانی که امسال اینجوری نیست، خدا رو شکر اینم باز کردن که دوستان در واقع تایم‌های مختلف داشته باشن. علتش به این علت باعث می‌شد که بچه‌ها همه کلاس‌ها رو مثلا یک کله دنبال نکنن، یهو می‌دیدی مثلا یه سری میزاشون آفلاین ببینن و یه ذره انرژی ما رو کم می‌کنه. من وقتی احساس می‌کنم که بچه‌ها هستن دارن سوال می‌کنن، نمی‌دونم می‌بینن برنامه رو، واقعا انرژیم چند برابر میشه. الان یهو دارم دقیقاً احساس می‌کنم که بچه‌ها دارن می‌بینن دقیقاً و نمی‌دونید واقعا چه انرژی به آدم میده این کار.
احساس کنه که مخاطبش همون موقع هست. میدونم البته آفلاینر رو بچه‌ها میرفتن میدیدن از بازدیدش و اینا خب مشخص بود. ولی به هر حال اونم طبیعتاً خیلی هم مفیده و سر جاش هم خیلی خوب. ولی خوده که حضور در کلاس زنده یه چیز دیگه است واقعا. بنابراین از تو میخوام که حتما اینا رو هم جدی بگیرید. کلاس رو فکر نکنید حالا کلاس آنلاین حالا بذارم بعدن اینا. اولویتتون همین باشه. فکر کنید همون کلاس معمولی که دارید میرید. فقط تو خونتون نشسته. دیگه اون مسافت رو نمیخواید برید تو دود و نمیدونم این مشکلات نمیخواد برید. این مسائل نمیدونم فرض کنید مثل بیماری و اینا ریسکش رو نمیخواد انجام بدید. تو خونه نشستید دارید از اینترنتتون استفاده میکنید. با این البته قطع وصلیه که گاهن اینترنت داره. به هر حال اینم از بحث کلاسای آنلاین. اما بریم آخرین مطلب در واقع این بخش و بعد وارد درس بشیم دوستان. من خیلی همیشه شل فشار میدم اینو یا اینکه رد نمیکنه. بچه طرح درس سالانه جامعه شناسی هستش که میبینید ما غیر از بحث کنکور با هم دیگه بحث تشریح ها هم داریم. منتها من سال تشریح رو اینجا نوشته بودم تو بودجه بندی امسال حذف کردم اینو به خاطر اینکه در واقع در نزدیکی های امتحان ترم ما این رو شروع میکنیم انجام دادن، نه اینکه تو لابلای جلسات. قبلا لابلای جلسات گذاشته بودم ولی تجربه عملی نشون داد که امتحان تشریح حدود چند هفته قبل از امتحان به اصطلاح مثلا ترم 1 یا ترم 2 وقتی نهایی در واقع وقتی که به اصطلاح سوال گذاشته بشه اینا خیلی بهتر خواهد بود. و حالا لزومی هم نداره حتما ما یه مثلا برگه امتحان نهایی حل بکنیم، البته این کارو هم انجام میدیم، ولی معمولا سعی میکنیم که یه سری منبع بذاریم، مثلا سوال امتحان نهایی براتون بذاریم، سوالای نمونه بذاریم تو آزمونایی که میگیریم استفاده بکنیم. چون میدونید که ما در واقع هر دو هفته یه بار هم آزمون داریم، سعی میکنیم هم آزمونای آنلاین در واقع بگیریم، همین که براتون قالبای تست به اصطلاح آزمون داشته باشیم که سر کلاس کار بکنیم با هم دیگه تو تست ترکیبی و اینها. علاوه بر اینها تشریحاً هم به همین ترتیب خواهیم داشت، یعنی آزمون براتون می‌ذاریم یا فرمت‌های به اصطلاح میگم سوال می‌ذاریم که شما به صورت آزمون بتونید از خودتون بگیرید و استفاده بکنید. خلاصه منظورم در بخش نهایی هم اینجوری نیست که فکر کنید که کاری مثلا به خود شما واگذار شده، نه شما کافیست میگم خط به اصطلاح درس رو دنبال بکنید و داستان نهاییتون رو داشته باشید. به اضافه اینکه می‌دونید که ما حتی به اصطلاح بودجه بندی هم یه جوری حرکت می‌کنیم که کاملاً برای ترم 1 بتونیم که ترم 1 شما رو پوشش بدیم، برای ترم 2 خب کامپلت بتونیم 12 اون پوشش بدیم که شما دیگه سر موعد امتحان نهاییتون هم نگرانی نداشته باشید یا ترم 1 تون رو کامل بتونید کار بکنید. این یه بچه‌ای که مدرسه رفته راحت روتین در واقع دارید میرید جلو و بودجه بندی اینجوری چیده شده برای به اصطلاح کار. هرچند که میدونید خب هدف در واقع مدرسه تاملند در اصل مدرسه برای کنکور هست، ولی و کنکور 1400 الان هستش، ولی باز هم ما نهایی رو هم لاس کردیم، یعنی حواسمون بوده که تو بحث تشریحی هم شما رو تنها نذاریم. خب اینو بچه دقت بکنید، جلسه اول من نمیخوام الان ریزیز براتون بخونم، خودتون بعد میتونید برید نگاه کنید، ولی اگه چینش رو دقت بکنید در واقع 10 و 12 یه در میون تقریبا هست دیگه ما میریم جلو، یعنی 10 و 12 شروع میکنیم، حالا یه هفته مثلا 10 یه هفته 12 یا بعضی وقتا اصلا ترکیب این دوتا با هم هستش و همونجوری که میبینید روند به همین ترتیب میره. بعدا بچه‌ها میتونید اینها رو حالا تو فیلم نگه دارید نگاه بکنید اگه خواستید. و ما البته بعد از جلسات هم یه مثلا تو همون ترمه یکی برای بچه‌ای که می‌خوام بگردم ببینم تو هر جلسه چه وضعیتی بوده و اینا، چون بالاخره ممکنه عین بودجه بندی در نیاد، دوباره یه چیز می‌ذاریم، یه جدول می‌ذاریم که آقا مثلا فرض کنید توی جلسه سوم اینا گفته شده که دوستانی که خواستن استفاده بکنن بتونن سریع مراجعه بکنن همون جلسه رو مثلا تکرار بکنن برای خودشون اونجایی که ضعف دارن. خب این از پس بحث جلسات. اینم که دوباره جلسه نهم و دهم و یازدهم می‌بینید رسیدیم اینجا تو جلسه دهم تقریبا ما می‌رسیم به درس 5 جامعه شناسی 12 رو تموم می‌کنیم، یعنی تقریبا تو همون در 11 جلسه اول می‌رسیم به آخر ترم 1، حالا یکی دو تا بالا پایین ولی در همین حدود هست. بچا بعد فکر نکنید که حالا مثلا لزومن توی دهم بعد باشه، چون کار دیگه یهو می‌بینید. من یه چیزی شعاری همیشه پارسالم داشتم، چون بعضی وقتا نمی‌رسیدم به کار، مثلا سرعتمون نمی‌رسید، مقدار آروم‌تر می‌رفتیم چون می‌خوام خب کیفیت رو جا بندازیم، اگه نمی‌خوام یه چیزی رو بزن در روی کار بکنیم. من همیشه اینو به دوستان میگفتم، الانم میگم ما حتما سرعت مد نظرمون هست ولی بچا کیفیت برای شخص من مهمتره، یعنی اینکه یه کار کامل توی امسال داشته باشیم برای من مهمتره، یعنی کاری که کامل باشه خب شما بهتر میتونید استفاده بکنید. بنابراین ضمن اینکه من حواسم به سرعت هست ولی کیفیت رو هیچ وقت فدای سرعت من نمی‌کنم، نمیگم آروم پیش میریم ولی کیفیت رو فدای سرعت نمی‌کنیم. بنابراین ممکنه میگم یکی دو جلسه سال بالا پایین بشه اینها، ولی مطمئن باشید که برای ترم 1 تون اینجوری میرسه وضعیتش. حدود هم میگم جلسات 10 و 11 پس میبینید که میرسیم به آخره به 12 ترم 1 و بعد حدود تقریبا جلسات 12-13 هم همونجوری که میبینید میرسیم به قسمت پایان جامعه شناسی 10، یعنی تقریبا نیمه های کار و بعد وارد ادامه چیز میشیم کارمون، یعنی در واقع ترم 2 6 تا 10 12 و 10 درس هستش دیگه 12.
و همینطور جلسات در واقع 11 رو هم دارید میبینید دیگه، که سعی کردم ترکیبش هم یه جوری باشه که در واقع حجم، مثلا نگاه کنید اینجا رو جلسه 21 درس 8 به تنهاییه، چون 8 حجمه یک جلسه بهش اختصاص دادیم، ولی مثلا 6 و 7 که یه مقدار سبک‌تره رو میشه توی یک جلسه کار کرد، یا مثلا 4 و 5 رو باز میشه توی یک مثلا جلسه کار کرد در واقع. و میایم دیگه تا به اصطلاح برسیم به جلسات یک صفحه بعدم به دوستان نشون بدین. بله میرسیم دیگه جلسات آخر، که اینجا هم 15 درس 11 اون بسته شده، همین که 12 ما چیز شده. من یه صفحه اگر بریم عقب، آره اینجا رو ببینید بچه ها، در واقع درس 8 جامعه شناسی 12 رو ما اینجا داریم، و بعد اینجا میاد توی به اصطلاح درس 9 و 10 جامعه شناسی 11 و 11 و 12، بعد میریم اونور یه دوباره صفحه ببخشید بریم، اینجا دیگه در واقع 12 تموم میشه توی جلسه 25. حالا 9 هم با هم گذاشتم چون مباحث شبیه هم دیگه است، یه تیکش شاید بمونه برای جلسه بعدش، ولی عمدش تموم میشه تو اون جلسه. و اینجا هم در واقع 11 تموم می‌کنیم دیگه، میریم سراغ تست ترکیبی که کار داشته باشیم. البته پارسال هم تایممون یه جوری بود که مجبور شدیم یه سری فوق‌العاده برای بچه‌ها بذاریم، امسال فکر نمی‌کنم با این تایم که الان داریم نیاز به اون داستان باشه. من یک کاری که امسال هم نسبت به پارسال می‌خوام انجام بدم، حتماً هم انجام خواهم داد، یکی افزایش آزمون‌هاست، آزمون‌های آنلاین سعی می‌کنم بیشتر بگیریم، جدی‌تر بگیریم در واقع، چون موقع یه مقدار پارسال کمتر بود. و مسئله دومی که حتماً بچه‌ها مد نظر خواهم داشت اینه که سعی می‌کنم تست‌های ترکیبی بیشتری رو کار بکنیم به صورت جلسه‌ای، یعنی جلسه‌های خاص تست هم داشته باشیم. پارسال یه دو بار تونستم تقریبا من این کارو بکنم، یه بار یا دو بار جلسه تست داشتم، اما امسال سعی می‌کنم حتماً که جلسات تست بیشتر داشته باشیم، تست‌های ترکیبی کار بکنیم در واقع، یعنی فقط هر جلسه‌مون درس نباشه و جلسه‌های خاص تست هم داشته باشیم با هم دیگه بزنیم، یا اگر حالا کلش نمیشه مثلا چون از 2 ساعت 1 ساعت کاملش رو فقط تست مثلا بزنیم، چون تستنی بچه واقعا یه 30-40% تاثیر داره رو آدم، یعنی آدم رو ارتقا میده، به شرطی که البته درس رو وارد باشه. خب طرح درس هم بعدن پس میتونید دوستان بعدن خواهشن دونه دونه روش به اصطلاح زوم بکنید و نگاه بکنید و ببینید که وضعیتش چگونه هست، چون این تو جزوهتون نیست و تو پاور فقط هستش. اینم از بحث طرح درس و دیگه بریم سراغ کارمون. ساعت رو به من میگید ببخشید، 10 دقیقه به 5. خب بذارید پس اصلا الان یه استراحت بکنیم، چون دیگه خیلی هم فکر کنم پشت هم توضیح دادم خدمتون، یه 10 دقیقه رو به استراحت بکنید، 5 و 5 دقیقه ما شروع بکنیم درس رو، و یا میخوام 5 شروع کنیم، 5 نرمال تره، 5 شروع کنیم که میخوام چون سوالا رو جواب بدیم وقت داشته باشیم. ساعت 5 بچه‌ها با هم دیگه شروع میکنیم، اول من سوالی که دارید رو جواب میدم و بعد وارد درسمون میشیم. توضیحات من در بخش بس اول دیگه تموم شد، توضیح خاصی هم ندارم. ساعت 5 انشاءالله در خدمتتون هستیم اجالتاً تا ساعت 5. ممنون.
خب سلام مجدد بچه ها، خوش اومدید به بخش دوم جلسه اول در کلاس مدرسه آنلاین تامرند. عرض کنم خدمت شما که یه سری سوال هست، دوستان گفتن این سوالات رو اول جواب بدم بعد وارد درسمون میشیم. گفتم امروز احتمالاً به چیز نرسیم، به اینکه کمپلت برنامه‌مون رو تمام کنیم. بوجه بندیمون درس 1 و 2 جامعه 10 هست، شاید کامل نرسیم ولی به هر حال تا جایی که بشه میریم جلو. درس 1 رو فکر کنم بتونیم تمام کنیم. این سوالا رو اگه لطف کنید به بله بسیار عالی. امکانش هست برای نحوه مطالعه تاریخ و جغرافیا اهمیتش توضیح بدین؟ بله حتما میسم جان، حتما من این رو توضیح میدم براتون، ولی اجازه بدید که تو کلاس جامعه نباشه. حالا من از دوستان خواهش میکنم که یا تایم بهم بدن یا اینکه یه بسا چیز ضبطی خاصی جدا، چون پارسال هم این کارو کردیم میگیریم منتها منظم تر در باشه، چون پارسال یکی دو تا فقط کلیپ گذاشتیم. سعی میکنم یه دو سه کلیپ به اصطلاح درست حسابی بذاریم توی همین چند هفته که بتونید در واقع اطلاعات داشته باشید. من حتما با دوستان هماهنگ میکنم این رو انجام بدیم. البته یه خواهشی که ازتون دارم، یه هفته در رو صبر کنید، یعنی بذارید اول این بار کنکور 99 تموم بشه، چون هم ما خیلی درگیریم هم برای مؤسسه درگیر داستان همایش‌ها اینا هم هستیم. بذارید یه 7 8 10 روز دیگه، ولی چشم حتما من اینو تو اولویت دارم میسم جون، و حتما اگر دیدید که پیگیری بس انجام نشود پیگیری کنید ازم، ولی مطمئن باشید که انجامش میدیم. چشم. سلام بچه های عزیز. خب دیگه خود میسان باز پرسیده که کتاب چی بگیریم، چند تا کتاب باید بزنیم. کتاب همونجور که عرض کردم یکی از اون دو تا، البته باز دوباره تکرار بکنم، یا خیلی سبز جامعه 3 سال رو برای کنکور 1400 یا میکرویگاز رو به همین ترتیب. اگر احیانا تا یکی دو هفته دیگه دیدید که کتاب جدید نیامد 1400، البته من شنیدم اومده، یعنی دیروز پریروز من شنیدم که اومده تو بازار، اگر احیانا نیامد از کتابای پارسال استفاده بکنید، ولی توصیه‌ام اینه که امسال رو بگیرید در واقع استفاده بکنید بهتر، چون یه آپدیت میشه به خصوص خیلی سبز حتما یه آپدیت داره. میکروگاژ هم کیفیت مناسبی داره در واقع، و کتابا هم تستا هم شما خودتون شروع نمی‌کنید زدن، بعد از من میزنید. درساش هم زیاد اهمیتی نداره که وضعیت درسیش چجوری بشه، درسنامه‌اش خیلی مهمه، چون خودمون درسنامه رو داریم کار می‌کنیم، تستاش در واقع خیلی مهم هستش که منبع تکمیلیمون میشه، چون میدونید که ما خودمون هم تست داریم، یعنی توی جزوه‌تون من تست قرار دادم، تستایی که از جای مختلف اصلا تألیفیه، تستایی مثلا ممکنه خودم باشه، تستای آزمونای آزمایشی و اینا، چیزای مختلف هستش، کنکور هست، اینا رو میزنید، هر جلسه دارید اون تستا رو. خب بیشتر بدانیم یا فعالیت کتاب درسی در کنکور میاد جزء محدوده هستش. آقای طباطبایی گفته امیر حسین جان ببین واقعیتش اینه که بله، در جامعه شناسی در نظام جدید دیگر هیچ حذویاتی وجود ندارد، هر چیزی میتونه سوال بیاد، بیشتر بدانیم هر چی. ولی آیا این که این حالا بالقوه است، بالفعل همه اینا سوال میاد؟ نه، همشون امکان این که سوال بیاد ازش تر بشه رو نداره، یه جاییش نمیشه در واقع سوال بیاد. اونایی که سوال بیاد حتما من میگم سر کلاس. بنابراین یکی از تاکیداتی که دارم اینه که هم به جزوات و به کلاسمون، محتوای کلاسمون توجه بکنید، چیزایی که مینویسم و اینا که تو جزوه کامل میکنید، هم به تستایی که در واقع داریم، چون تستا بعضا ممکنه مثلا یه نکته باشه تو تست من آورده باشم که شما اونم دیده باشید، متوجه شدین؟ ولی خودتون خواهید دید حالا عکسا اینا، ما همه رو کار میکنیم که احیانا چیزی عقلم نیفته اون وسط، اونا جز محدوده هست. چه آزمون آزمایشی واسه علوم انسانی بهتره؟ ولی میسم جان اینا البته یه ذره دیگه جهت‌دار میشه، من اگه بخوام بگم که حالا برید اون آزمون آزمایشی خاص رو بدید، چون خودم میگم تو گزینه دو کار کردم، حالا بگم این رو بعد میگم آقا مثلا طرفداری از اونجا داره میگه. ولی به نظرم سوالا امسال، همین میگم امسال باشه، سال 99 سوالا هم تو قلمچی مناسب بود، هم گاج سوالای خوبی میداد، هم گزینه دو به نسبت، یعنی که نمیتونم واقعا بگم بین اینا، سنجش هم البته برای جامعه هاش بدک نبود، ولی من از من بپرسید، خب من از جهت کیفیت امسال سوالای گاج رو ترجیح میدادم به نسبت منطقی تر سوالا طراحی شده بود. گزینه دو یه مقداری احساس میکردم دیگه خیلی داره سنگین روی حفظیات کار میکنه و اینها. یه مطلبی که بچه‌ها در واقع توی بخش اول براتون توضیح ندادم و حالا تو درس خودتون این رو خواهید دید، این هستش که جامعه شناسی از نظر من اصل داستانش در کنکور، اصلا این نه که نظر من این باشه، فقط در کنکور اصل داستانش این نیست که شما جملات رو حفظ بکنید یاد بگیرید و اینها، بلکه اصلش این است که ارتباطات و مفاهیم رو بفهمید. یعنی اگه شما بتونید پل بزنید، داشتم کس کلاسای دکتر کریمی رو می‌دیدم همین رو دقیقاً ایشون میگفت راجع به دینی، که میگفت باید بتونید در واقع پل بزنید. یکی از چیزایی که در واقع در جامعه شناسی هم خیلی مهمه همین پل زدنه، یعنی بتونید مفاهیم رو با هم دیگه مرتبط کنید، مفهوم رو بفهمید و ارتباط بدید به هم دیگه. اگه بتونید این کارو بکنید، چون جامعه شناسی به این سمت داره میره، مثلا مقایسه انواع جامعه شناسی توی رویکرد جامعه شناسی سال 12 سوال داده بود، واقعا با مفهوم کتاب نمیتونستید، چون با میگم ببخشید عبارت کتاب نمیتونستید بزنید، بعد میدونستید که آقا روش تفسیری مفهومش چیه، لبش چیه،
روش نمیدونم تبیینی لبش چیه. اینه که این مفاهیم رو ما سر کلاس یکی از کارهای اساسیمون همینه که انجام میدیم و ترجیبندی که هر سال من سر کلاسام گفتم، توی نمیدونم فیلمام که رفتم گفتم، توی همین تاملندم گفتم و میگم باز و سر کلاسام باز خواهم گفت، اینه که لازم نیست جامع شناسی بشینی حفظ کنید. من برخلاف همکارای دیگه‌ام نمیگم برید جامع شناسی حفظ کنید، میگم که مفاهیم رو یاد بگیرید و ارتباطات رو یاد بگیرید، کار تمومه، میتونید راحت نتیجه بگیرید. سال حفظی به سبک حالا دهه 80 و اینها شاید در حد یه دونه دو تا سال اگر بعضی از کنکورها بیاد، عمدتا مفهومیه و شما میتونید با مفاهیم کار بکنید. ما با مفاهیم رو کار میکنیم. بنابراین آزمونای آزمایشی هم اگر در این راستا باشه خوبه، خوب کار کرده. یه توصیه خاصی بتونه بکنم، ولی من خودم سوالات گاجو بیشتر میپسندیدم امسال، آزمونای گاجو. ولی به نظرم خب همه الان یا میرن گزینه دو یا قلمچی معمولا دیگه، فعلا اینجوریه سنت. به سرفصل آزمونا میرسیم یا نگاهی بهش نداریم؟ بله، ما تقریبا توی خط سرفصل آزمون‌ها کار می‌کنیم، یعنی چون دهم و دوازدهم رو با هم داریم می‌ریم، تقریبا ما وضعیتمون یه جوری هستش که هم شما می‌تونید گزینه دو رو پوشش بدید باش، هم قلمچی رو به نسبت. ولی اینم نیستش که فکر کنید حالا من مثلا آیه اومده که حتما باید طبق سرفصل آزمون‌ها بریم، نه. برای ما گفتم بهتون کیفیت رو نمی‌خوایم فدا بکنیم دیگه، اینه که ممکنه بعضی وقتا یه ذره عقب بیافتیم، اما به نظرم حالا چون زودتر هم شروع کردیم و اینها نسبت به پارسال، چون پارسال تابستون فکر کنم یکی دو جلسه داشتیم، ولی امسال فکر می‌کنم بیشتر داشته باشیم توی تابستون، در نتیجه به نظرم جلوتر هستیم برنامه رو و من بعید می‌دونم تو آزمون آزمایشی کم بیاریم. یعنی عمدتاً فکر می‌کنم که ما سوار باشیم بر سرفصل، زودتر گفته باشیم مطالب رو. درس جامعه پیش نیاز، درس جامعه پیش نیاز هم نیست، مثلا برای جلسه 2 درسی که 12 نه 10 و 11 بلد باشیم. اونجایی که پیش نیاز باشه تکرار بیشتر، بنابراین نه، نیاز نیستش که شما با اون چارچوب بخواید کار بکنید و اینها. واقعیتش اینه که در واقع با همین چینشی که انجام شده همه رو میتونید یاد بگیرید و اگر جایی توضیح پیش نیازم بخواد من خودم سر کلاس میدم بهتون. خب جلسه کلاسو دیگه برنامه‌ش رو دیدید، بودجهشو ما فعلا رو 30 جلسه بستیم. حالا ببینیم حالا یکی دو جلسه بالا پایین بسته به سرعتمون و کیفیت و اینها برنامه میتونیم که تغییراتی شاید داشته باشیم اینجا. کتابم که خدمتتون گفتم دوباره دیگه، که هم یا خیلی سبز یا میکرو گاج، خیلی سبز جامعه البته. دیگه سوال نداریم؟ بسیار عالی. دوستان اگه بازم سوالی چیزی بود بفرمایید. ممنونم از اینکه مشارکت کردید و سوال کردید، خیلی خوشحال شدم که معلوم شد که توجه میکردید به اعراب صحبتام و براتون مهم بود. حالا بریم اشاره تو تدریس مفهومی ببینیم که وضعیت چگونه خواهد بود. بعد درس یکمون بچه‌ها همونجوری که میدید محتواش درس کنش است. برای خیلیاتون درس در واقع ساده است و تکراریه، ولی نکات زیادی داره که باید روش کار بکنیم و یه ذره بریم جلو متوجه میشید که بازی چیز بامزه براتون تعریف کنم. از خاطر گویا دیروز رفته بودم سر یه کلاسی، جلسه اولشون بود که استارت کردیم و اینا، بعد یه بنده خدایی از دوستان مثلا مشاور بود، خیلی هم مثلا جوون بود و اینا، تازه در واقع اومده بود توی کار. بعد خلاصه ما بعضی کلاس تموم شد اومدم و صحبت زنگا بود و جلسات بود، گفت آقا مثلا درسه جامعه دهم درسه 1 2 3 شو که میتونی توی یه جلسه بگی. گفتم آقا نه اینجوری نیست. گفت چرا حجمش کمه فلان. گفتم حجمش کمه ظاهرا، ولی پرمطلب مطلبش هم تو کنکور هست. گفت خب یه تست داره. گفتم آقا همون یه تستش هم یه تستی که بچه‌ها نمیتونن بزنن، یعنی با صرف مثلا اینکه معنای کنشو بلد باشن نمیتونن اون تستو بزنن، چون بعد مثلا تشخیص بدن ارزشی هنجار چیه فلان تو درس 2 3 درس اول، درس 1 و 2 اینجوریه دیگه. بعد بدونید که بتونید تشخیص بدید کنش چیه، پیامد غیر ارادی چیه، ارادی چیه، اینا رو بتونید تشخیص بدید و این کار میبره که بخواید جا بندازید. خیلی ریز کاری داره بچه‌ها، هزار به قول معروف نکته باریکتر از مو اینجاست، برای این خوب دقت بکنید لطفا. درس 1 که راجع به بحث کنش هاست که میخوایم با هم دیگه بحث کنش ها رو انشالله انجام بدیم. خب من البته این چیزام هم مانیتورم مثل این که ضربه بزنم روشن میشه. خب بریم بچه‌ها توی بحث اصلی درس موز میخوام. این با کلاس دیگه، یعنی چیز بشه خودش خاموش بشه. آره اوکی. خب ما پارسال با قلم سبز همش کار میکردیم، ولی امسال حالا قلمانو متن البته فعلا با سبز شروع کنیم، شگون داره. خیلی خب از اون حرفا بوده شگون داشت، ولی نه رنگ سبز رنگ قشنگه. فعلا حالا شروع بکنیم. دوستان میخوام راجع به کنش صحبت بکنیم که معنای کنش چی هستش. لطفاً قلم کاغذ دم دستتون باشه، اونایی که پرینت گرفتن اونجا بنویسن، اگه نه روی کاغذ بنویسید بعداً منتقل بکنید به جزوه‌تون، جزوه‌تون رو پرینت بگیرید بعد منتقل بکنید. کنش بچه‌ها تعریفی که خود کتاب داده حتماً یادتون از چی بود، میگفت فعالیت انسان، فعالیت انسان‌ها رو گفته بود که میشه کنش.
و به کنشگر هم در واقع انجام دهنده فعالیت هم میگفتیم کنشگر. حتما یادتون هست که توی درس عبارتهای دیگر هم گفته بود که حالا خیلی هم ضرورتی نداره بنویسیم، ولی چند تاشو اشاره میکنم. مثلا گفته بود که به کنش در زبان فارسی کردار هم میگیم، عمل هم میگیم، فعل هم میگیم، مثلا کار هم میگیم. یا مثلا به کسی که کنش رو انجام داده، حالا لغت‌های مختلف، این کارگر، کارگزار، مثلا فرض کنید عامل، مثلا لغت‌های مختلفی به کار میره که این خیلی زیاد هم اهمیتی هم نداره. نکته مهم بچه‌ها اینجاست که در علوم انسانی به فعالیت انسانی به مطابق تعریف کتاب بهش میگیم کنش و به انجام دهندش میگیم کنشگر. این تعریف خوبی برای کنش نیست. اگه تعریف دقیق بچه‌ها می‌خواید، تعریف دقیق‌تر کنش این میشه، میشه فعالیت انسانی آگاهانه و ارادی. آقا این چه باحاله، مثل خودکار میمونه. اون یکی خیلی چیز بود، قلم قبلیه خیلی همچین کاتکروف بود. نه این قشنگ مثل خودکاره. دقیق فعالیت انسانی آگاهانه و ارادی. کم کم با خط مزخرف منم ان شاء الله اخت میشه دوستان. تعریف دقیق‌تر کنش اینه که فعالیت انسانی آگاهانه و ارادی، یعنی سه شرط برای کنش باید وجود داشته باشه بچه ها. یکی اینکه فعالیت انسان باشه، دوم اینکه آگاهانه باشه، سوم اینکه ارادی باشه. خیلی که من نزدیک نشدم زاویه دید بچه‌ها می‌بینن دیگه. خب پس فعالیت انسانی آگاهانه ارادی رو بهش میگیم کنش. و یه نکته که راجع به کنش اینجا خیلی مهم هستش این هست که کنش به واسطه ویژگی‌هایش متمایز از فعالیت سایر موجودات. اینم یه نکته مهم، کنش به واسطه ویژگی‌هاش از فعالیت سایر موجودات متمایز میشه. یه دقیقه بیاد بچه روی این دوربین دقت بکنید. پس کنش میشه فعالیت انسان‌ها، کنشگر انجام دهنده فعالیت هست، گفتیم کار میگن، نمیدونم فعل میگن، نمیدونم کردار میگن، عمل میگن، عامل، کارگزار، اینا کسی که انجام میدن در واقع. و تعریف دقیق‌تر کنش هم این میشه فعالیت انسانی آگاهانه و ارادی که کنش به واسطه ویژگی‌هاش متمایز میشه از فعالیت سایر موجودات. فکر کنم این جمله رو البته توی بخش بعد درسنامه هم نذاشته بودم اینو. داریم. خیلی خب. حالا میخوام ببینیم ویژگی‌های کنش که فعالیت در واقع از فعالیت بقیه موجودات متمایزش میکنه چیا هستش. اولیش آگاهانه. بیام بچه دوباره دم تخته. کسی یادش هست مثال آگاهانه چی بود؟ میدونم اون جمله اصلیش که میگفتش که بدون آگاهی کنش شکل نمیگیره، این که حالا جمله ساده است دیگه. نه مثالش چی بود؟ چیا رو گفته بود؟ یادتون هست؟ یکیش راجع به، اگر خاطرتون باشه، سخن گفتن بود. اگه شما دارید با یه نفر حرف میزنید آگاهی دارید، زمانی که آگاهیتون از بین بره، حواستون پرت بشه، دیگه به اون گفتارتون نمیتونید ادامه بدید. دارید با دوستتون صحبت میکنید، صدای جیغ میاد، صدای تصادف میاد، حواستون پرت میشه، دیگه به اون گفتارتون در واقع ادامه نمیدید. این یک. دوم، برای زبان ایاتون باشه گفته بود، کسی که به یک زبان میخواد صحبت بکنه باید به کلمات و معانی اون زبان آگاه باشه، وگرنه نمیتونه که صحبت بکنه. این دو مثال. یه مثال هم توی این کادرای به اصطلاح بین مطالب بود که البته کادر بالایی بود، به خاطر همین شاید یادتون نباشه. اونم بحث این بود که میگفت وقتی یک وسیله میخرید، مثلا تلویزیون خرید و اینها، اولین بار میرید دفترچه راهنماشو نگاه میکنید، اطلاعات کسب میکنید، بعد سری بعدی دیگه بهش مرور نمیکنید، بهش توجه نمیکنید و اینها، یعنی استفاده میکنید در واقع. اون سری اول در واقع شما دارید چیکار میکنید؟ کسب دانش میکنید، یعنی آگاهی به دست میارید درباره اون مطلب، و بعد سری بعدی دیگه از همون آگاهیتون استفاده میکنید. اینم باز بحث آگاهانه بودن کنش هستش. پس راجع به آگاهانه بودن لطفا با من بنویسید بچه ها. اگر مثلا میکنم خلاصه هم بگم که مثل حالا کتاب هم نشه که خیلی طولانی بشه، اگر آگاهی از بین برود از گفتار باز می‌ایستیم. این یک. فرد برای سخن گفتن به یک زبان
نیازمند آگاهی از معانی و کلمات آن زبان. اینم یکی. مسئله سوم، درباره اول استفاده از کالا مراجعه به دفترچه راهنما. بیایم بچه روی تخته رو والمون در واقع. یادم رفت بگم چی تخته بزرگ. بیایم روی بچه والمون. میگم خیلی سبز و سبز شده. اینجا سبز هم نمیشتم. اینجا با این سبز نشوندیم خیلی دیگه. اگه آگاهی از بین بره از گفتار باز میستیم. یک، فرد برای سخن گفتن به یک زبان نیازمند آگاهی از معانی و کلمات آن است. در بار اول استفاده از کالا باید به دفترچه راهنما مراجعه بکنیم. خیلی خوب. این بحث آگاهانه بودن. بیاین دوباره دم تخته. بحث ارادی بودن چی بچه‌ها؟ چه مثالی براش داشتیم برای ارادی بودن؟ یادتون هست؟ من مکس میکنم که ببینم یادتون میاد یا نه. اولا اگر یادتون باشه در بحث ارادی بودن گفته بودیم آگاهی به تنهایی کافی نیست. اراده هم نیازه. در واقع کار بدون اراده پیش نمیره. باز دوباره همون جمله‌ای که برای آگاهی گفته اینجا هم گفته. گفته که کنش بدون آگاهی بدون اراده انجام نمیشه. اما جمله بعدیشه که خیلی مهمه. چی؟ گفته که ممکن است فردی به یک کار آگاه باشه ولی تصمیم به انجام آن نگیرد. این اولیش. فرد با وجود آگاهی از کار برای انجام تصمیم نگیرد. از اون جمله‌های ادبی خیلی خاص شده. یعنی عبدالرحمن محمدی بود الان خلاصه می‌زد میگه این چی اخ نوشتین چه جمله‌ای ازت فارسی خیلی مشکل داره. یه کارو آگاه باشه فرد برای انجامش ممکنه که تصمیم نگیره. پس بچه ها در واقع اون چیزی که خیلی مهمه اینجا بحث تصمیم هستش. تصمیم همون اراده است دیگه. درست شد. این یک. یه بحث دیگری که اینجا داشتیم باز خیلی مهم بود این که ارادی بودن رو این مثلا هم نشون میده که اعمال غیر ارادی انسان کنش نیست. اعمال غیر ارادی انسان کنش نیست. مثلا چیا بود بچه ها؟ گردش خون، رشد سلول، بستن چشم به صورت ناخودآگاه در مواجهه با خطر. و مورد آخرم دوراهی. گفته بود وقتی که رفتی خونه بعد مثلا خسته ای، حالا موقع از مدرسه مثلا آدم میومدی خسته ای، نمیدونی حالا بخوابی یا غذا بخوری مثلا یا درس بخونی. البته فکر کنم دوراهی برای دوستا اتفاقا درس معمولا نمیخونن، میرن یا میخوابن معمولا یا دیگه نهایت غذا میخورن. پس اینم میشه دوراهی دیگه. حالا شعرشو ندم دیگه چون خیلی راحت. بچه ببینین، بیا دوباره دم وال. اولا درباره ارادی بودن، یه فرد با وجود آگاهی از کار ممکنه برای انجام تصمیم نگیرد، یعنی میتونه خلاف آگاهیش عمل بکنه، تصمیم بگیره. اراده. مسئله دوم، اعمال غیر ارادی انسان کنش نیست. مثلا تنفس کردن، گردش خون، رشد سلول، بستن چشم به صورت ناخودآگاه در مواجهه با خطر، یعنی چیزی مثلا میاد پلک میزنید و دوراهی هم همینطور دیگه. اینم نشون دهنده اراده است. شما باید انتخاب کنید، تصمیم بگیرید. بازم میشه در واقع ارادی. تا یادم نرفته اینو به شما بگم. من گفتم تنفس کردن. تنفس کردن یه نکته راجبش مهمه که بعد بهتون میگم که آیا این کنش هست یا نه. بعد بهتون میگم. بذارید این قسمت هدفدار معنا داره بگم، بعد اون تنفس کردن رو با هم کار میکنیم. بحث بعدی که بچه‌ها اینجا داریم بحث هدفدار بودن هست. برای هدفدار چه مثالی داشتیم؟
یا چه جملاتی داشتیم. اولا میگفتیم که هدف از کجا میاد؟ قصد و نیت اون فرد دیگه. خب پس یه سوال در برابرش قرار میدیم. پرسش چرا چنین کردی؟ این هدف رو نشون میده. پس این اولیش. چرا چنین کردی؟ قصد و هدف کنشگر. این یک. دیگه چی بچه ها؟ حتما یادتون از چی بود؟ رفتن به کنار رودخانه، حتی در ادامه همین گفته بود این رو، یا با هدف مثلا ماهیگیریه یا نمیدونم شناس ها؟ یا لذت بردن مثلا از صدای آب و اینها. این هم پس میتونه هدف رو نشون بده. پس رفتن به کنار رودخانه برای شنا ماهیگیری یا لذت بردن از صدای آب. این هم یک. خب این با اسلش هم چیز شد، تداخل کرد. خب هدف دارم یه چک بکنیم. بیاین دم وال. میبینید اینجا بچه ها پرسش چرا چنین کردی قصد و هدف کنشگر نشون میده، رفتن به کنار رودخانه برای شنا ماهیگیری یا لذت بردن از صدای آب. اینم بحث هدف هستش. و آخریش درباره بچه دوباره بیاد دم تخته، آخریش بچه درباره معنادار بودن هست. خب معنادار بودن یه نکته ای داره که متمایزش میکنه از تمام اینها، اونم اینه که گفته با توجه به ویژگی ها، با این ویژگی ها منظورش ویژگی های بالاست، کنش معنادار هم هست. این اولیش. پس کنش با توجه به ویژگی های بالا معنادار هم هست. یکتون پرسیده بود، گفته بود که اینا پیش نیاز هستن یا نه. همینجا یه پل بزنیم راجع به دوتا مطلب. یکی که توی درس بعدم اینو دوباره میگه، میگه آقا عمل فرد با آگاهی و اراده و هدف باعث میشه که پدیده چی بشه؟ عمل فرد مثلا به یک پدیده باعث میشه که پدیده ها معنادار بشن. یعنی اینجا در واقع داره میگه که اون آگاهی اراده هدف انگار پیش نیازه برای معنادار شدن. باز دوباره یه چیز خیلی جالب بهتون میگم. تو دوازدهم یه بحثی داریم که چجوری از نگاه تبیینی رفتیم تو نگاه تفسیری. حالا گیج نشید، بعدا توضیح میدیم چیه. اونجا میگه که مهمترین ویژگی کنش از نظر یک سری از نظری پردازه همین معناست. یعنی معنا در واقع اصیله، معنا اصلیه، معنا محوریه در واقع. هرچند که اینجا یه جوری گفته انگار که اول باید اونا باشن تا معنا اتفاق بیفته، ولی انگار معنا در واقع اصالتش بیشتر از دیده نویسنده کتاب. این هم حالا بعد میبینیم با هم دیگه. خب برگردیم همینجا. پس کنش با توجه به ویژگی بالا معنادار هم هست. دیگه راجع به معنادار بودن بچه ها مثالی که زده بود دست بلند کردن دانش آموز بود. دست بلند کردن دانش آموز برای اجازه خواستن. گفته بود اگر معلم معناش رو دریابد بهش پاسخ میده. پاسخ مناسب معلم در صورت دریافتن معنا. یعنی اگه معنای این کنش دانش آموزی که دست بلند کرده رو دریابد، اون وقت بهش چی میشه؟ پاسخ میده. اینم یکی. و یه دونه که تو فعالیت‌ها داشتیم، بوق زدن بچه ها. بوق زدن. توضیح بدم براتون. اول اینو ببینیم با هم، بعد بوق زدن رو توضیح بدم. کنش با توجه به ویژگی‌های بالا معنادار هم هست. دست بلند کردن دانش آموز برای اجازه خواستن، پاسخ مناسب معلم در صورت دریافتن معنا و بوق زدن. خب این بوق زدنه بچه‌ها اگه یادتون باشه این رو گفته بودیم که تو فعالیت‌ها گفته بود که معانی متعدد بوق زدن رو بیاد روش مثلا فکر بکنید. خب شما میدونید بوق زدن برای شادی هست، برای نمیدونم ابراز غم هست، برای ابراز خشم هست، در ورود نمیدونم به فرض بکنید که
یه ایسکای چیزی مثلا معمولا حالا یا خروج مثلا کشتی از بندر دارن خارج میشن معمولا بوق کشتی در واقع صدا در میاد یا برای قطار به همین ترتیب. و حالا قدیم حتی چیز اتوبوس ها اینجوری به راه میفتن، الان دیگه نمیدونم این کارو میکنن، یعنی راه میافتادن یه بوقی میزدن خلاص یا میرسیدن. اینا همه در واقع نشونه است دیگه که مثلا بحث ورود و خروج است. تو ترافیک گیر کرده باشید بوق بزنید مثلا برای یارو، یعنی برو کنار، یا اگه خیلی شدید بزنید در واقع حالت دیگه دشنام و ناسزا میشه و اینا. خلاص معنیش متعدده، حالا خودتون فکر کنید دیگه، معنی دیگه هم داره بگذریم ازش. دوستان اینجا داشتم راجع به معنی دیگه اش هم فکر میکردم. به هر حال داستان اینه که بچه‌ها میخواد بگه که اینم یک کنشه. بچه‌ها من تا یادم نرفته دو نکته به شما بگم. یه نکته این که اگر شما، من وقتی مثلا به شما میگم آقا مثال بزنید، مثلا میگم آقا میگیم بوق زدن معنادار است، بعد یکی میگه که آقا بوق زدن هدفدار هم هست، نمیدونم آگاهانه هم هست، ارادی هم هست، بله هستش. یعنی کنش، اگر کنش است هر چهار ویژگی رو باید داشته باشه. درست شد؟ پس شما میتونید خیلی ساده مثال بزنید اینو، یعنی بگید به من که مثلا وقتی من میگم که راجع به ارادی بودن، بگید سخن گفتن فقط آگاهانه نیست، ارادی هم هست. من میگم دمت گرم، درسته. آقا معنادارم هست، بله معنادارم هست. هدفدارم هست، بله هدفدارم هست. کنش همه ویژگی‌ها رو با هم داره. چرا حالا کتاب روی وجه خاصی تاکید میکنه یا توی مثلا سوالا روی وجه خاصی تاکید میشه؟ چون اون وجه در واقع از دید کتاب تو اون کنش بارزتر بوده. مثلا وقتی شما سر دورایی قرار میگیری، تصمیم گرفتن اینجا وجه ارادی بودن رو بیشتر نشون میده. معنیش این نیست که اون سه تا ویژگی دیگر رو نداره. یا مثلا فرض کنید در بحث به معنادار، اجازه خواستن دانش آموز وقتی دستشو بلند میکنه، اینجا وجه معنادار بودنش غلبه داره در واقع. معنیش این نیستش که اون ویژگی دیگر رو نداره. بنابراین اجهت به اصطلاح علمی شما دارید درست میگید، هر کدوم از اینا رو مثال بزنید. مثلا ما چون میخوایم تست بزنیم، بعد رو اون وجوهی که کتاب تاکید کرده نگاه بکنیم، یا اگر مثلا تو سوالا بود ببینیم چه وجهی رو تاکید کرد. مثلا میگه که فرض کنید که حسین بعد از اینکه فهمید که باید درس بخونه، تصمیم گرفت که فلان، بعد زیر تصمیم خط کشید گفته خب این حالا اشاره به کدوم یکی از ویژگی‌های کنش داره. خب شما بلافاصله میگید آقا معلومه دیگه، اراده است، ارادی بودن رو داره میگه. این مطلب. مطلب دوم راجع به نفس کشیدن. من اینجا چون صفحه ندارم، نمیدونم صفحه بعدم جا داره که این رو چیز کنیم. میشه سفر زد؟ آه تسته؟ آره. یه صفحه خالی برای من بده، من راجع به این نفس کشیدن بنویسم برای بچه ها. بچه ها نفس کشیدن یا تنفس کردن اصولا چیه؟ خب شما میگید آقا اعمال غیر ارادی آگاهانه نیست. نفس کشیدن هم غیر ارادیه دیگه، ما داریم در فرض کنید دقیقه به طور مداوم داریم دم و بازدم در واقع انجام میدیم، دست خودمون هم نیست. حالا البته آگاهانه ممکنه باشه، حواسمون هست که نفس میکشیم گاهی اوقات، ولی ارادی دیگه نیستش که، دست خود ما نیست. حتی بعضی وقتا آگاهانه هم نیست، یعنی حواسمون هم نیست حتی داریم نفس میکشیم. من اینکه یه چیزی مثلا چون پلاستیک بکنن تو کلمون رو بکنم مثلا تو پلاستیک، مثلا تازه بفهمی که آقا مثلا دست با بزنم بفهمی که داشتیم نفس میکشیم. ولی یه سوالی ازتون دارم، اگه شما رفتید کلاس ورزش و مربیتون گفت خب بچه‌ها نفس عمیق بکشید، آیا اینم غیر ارادیه؟ یا مثلا فرض بکنید که شما رفتید پیش مثلا پزشک، میخواد ببینید وضعیت ریه‌تون چجوریه، دیدید دیگه گوشی میذاره، بعد میگه که نفس عمیق بکش، این چی؟ این حتما اینجا بچه نفس کشیدن چیه؟ کنشه. بنابراین میخواستم اینو بهتون بگم که ما با علوم انسانی سر و کار داریم دوستان. بحث ریاضی و فیزیک نیستش که بیایم اندازه بگیریم، کولیس بذاریم بگیم آقا مثلا اندازه اینقدر بود، خب یعنی اینقدر دقیق باشه. ما بحثمون بحث در واقع علوم انسانی. تو علوم انسانی نمیتونیم خط کشی 100% بذاریم بگیم که، چون با انسان سر و کار داریم، کنش‌های انسانی. بنابراین یه مقداری حالت نسبی اینجا وجود داره ناخودآگاه. خب سوالی که من در واقع از من ممکنه پرسیده بشه اینه که خب ما پس تکلیفمون چیه؟ آقا تست که می‌بینیم چیکار بکنیم؟ اگه زده بود مثلا نفس کشیدن چیو بزنیم؟ شما به صورت عام باید بزنید غیر ارادی، ولی ببینید مصداقتون چیه. تو مصداق نگاه بکنید. ما همین درس یه تستر هم در واقع بچه ها میدیم، یعنی یه چیزی که باش بتونن تست بکنن ببینن که مثلا یه چیزی کنش هست یا نیست، یا ارادی هست یا نه. اون چیه در واقع؟ شما اون لحظه به صورت نگاه بکنید ببینید توی اون جمله چی گفته. اگه گفته مثلا فرد رفته به کلاس ورزش و اون داره بهش میگه که نفس عمیق بکش، اونجا خب شما پیش خودت میگید این آدم نفس عمیق کشیدنش اونجا دست خودشه، آگاهانه است، ارادی معنادار، هدفدار هم حتی هست، پس برای این کنش. پس نگاه بکنید ببینید که در کجا شما از شما داره سوال میپرسه. برای من بچه به طور کلی تنفس به طور عادی در واقع کنش نباید باشه، ولی
نفس عمیق بزن، من اینم بنویسم نفس عمیق کشیدن مثلا به دستور دکتر، به دستور پزشکی یا مربی ورزش. این حتما کنش هست. این رو حتما اضافه بکنید بچه. نفس عمیق کشیدن به دستور پزشک کنش هست. تنفس ولی در حالت عادی، اینم بذاریم عادی. من مجبورم جمله‌شو درست بکنم چون باید جمله باشه اینا. من چون عبارت نوشتم میترسم یه گمراه بشید. تنفس عادی کنش نیست. حالا الان یکی میگه آقا اگه پزشک گفت تنفس عادی بکن چی؟ خب اونم کنشه. متوجه شدین؟ اینم باز پس نگاه کنید ببینید که کجا داریم مطلب رو میگیم. خب میتونیم برگردیم روی صفحه اصلیمون. میخواستیم تست بزنیم با هم دیگه. تستا رو معمولا بچه‌ها من مثلا یکیشو میزنم، بعد یکی دو تا رو میذارم دوستان بزنن که پاسخ بدیم. بذاریم این سال اول دوستان بزنن، یه وقتی بدیم. الان یک دقیقه اگه لطف کنید وقت بدید دوستان، بعد یه پاسخ داده بودنم برای من بذارید ببینیم پاسخ دادن اینا. مرسی، ممنون. ساعت هم میفرمید به من چنده؟ پنجمه رو بحشت که مفتم نیم ساعت هم زدم جلو. نزدیک های 6 که شد مثلا 10 دقیقه به 6 اینا به من یه، یا 7 8 دقیقه به 6 یه ندای بدید که من جمع کنم مبحثمو، دستتون در نکنه. 7 8 دقیقه مونده بود چون باید تکلیف بگم بگید بزنم، بعدم یه صفحه مشکی باید بهم بدید اونجا. حالا میگم البته خدمتتون. خب دوستان اگر جواب هستش جوابای بچه‌ها رو، آره برگردیم رو تست بعد جواب بچه‌ها رو ببینیم. آ اینجا میندازین جواب رو. خب 25 درصد بچه‌ها 2 رو زدن، 75 درصد 3/4 بچه‌ها گزینه 3 رو زدن. خیلی خب بریم روی تست ببینیم که کدومشون درست گفتن. تست رو میشه بذارید ببخشید. برنگشت. حتما میدونید دیگه بچه‌ها که بحث کنش اینجا منظورشه. وقتی که پرسیده رو تعریف دقیق، تعریف کنش چیه؟ تعریف دقیقه رو نمیخواد، تعریف خود کتاب رو میخواد. و کتاب چی گفته بود؟ به ما گفته بود فعالیتی که انسان انجام میده. یعنی اینجا اگه نگاه کنیم گزینه 3 خواهد بود. پس اون 3/4 درست گفته بودن، اون 75 درصد. این بخش بخش دوم که گفته پیامدهای از رفتار انسان که باعث تمایز انسان از دیگر مخلوقات میشه، ما صحبت از پیامد اینجا نکردیم، خود رفتار رو گفتیم. پس پیامد چیز دیگری است میخونیم. پس میشه گزینه 3 و همونجوری که دوستان عمدتاً 3/4 جواب داده بودن 3 رو دیگه درست بود. خب 75 درصد دقیق. مرسی بچه‌ها، ممنون از پاسخگوییتون. بریم تست بعدی ببینیم دار تست داریم یا بله بازم تست داریم. خب اینم باز به بچه‌ها یه دقیقه وقت بدیم، اینم تست خوبیه.
مرسی. پاسخ دارم بچه ها؟ بسیار عالی. بذارید ببینیم که پاسخ ها بچه ها چجوری هستش. خب او عمده بچه ها گزینه یک رو گفتن، 7.1% گزینه دو، عمده بچه ها گزینه یک رو گفتن. خیلی خب بذاریم ببینیم که کدوم درسته. هر عبارت پیامد بچه ها به این دمه تخته کدام یکی از گزینه های زیر باشد. میتوان از هر کنشگری پرسید چرا چنین کردی. خب اینو که میدونید همتون هدف داره دیگه، هدف دار بودن یا یک میشه یا سه. بنابراین این دوتا رو حذف کنیم، یا یک یا سه. بخش دوم بازماندن از گفتار، میدونید بحث آگاهانه بودن هست، پس جواب میشود یک و این هم نمیتونه باشه. گزینه یک پاسخه. بنابراین عمده دوستان درست گفته بودن. دمتون هم گرم. مرسی. خب باز تست داریم یا مطلب؟ آها نکته مهم، هنوز مبحث پیامدها رو نگفتیم، ولی اینجا یه نکته راجع به همین پیامدهاست. پرسش از لقمان: حکمت از کی آموختی؟ از نابینایان که تا جای نبینند پای ننند. البته منظورش از اینکه نبینند یعنی اینکه از قبل در واقع لمس میکنن و اینا، بعد مثلا پا میزنن. دیدید دیگه، معمولا با عصا و به اصطلاح تشکیلاتشون در واقع میبینن که کجا میخوان پا بذارن نابینا. این یعنی چی؟ یعنی اینکه میبینن که بعد قرار است چه اتفاقی بیفته. به عبارت دیگه به پیامد توجه دارم. پس این بچه نکته ایست درباره پیامدهای کنش. توجه به پیامدهای کنش. پس دوستان اگر به شما تست دادن یا سوال دادن، گفتن که توی سوال که تشریح که نمیدم، اون تست دیگه، تو تست گفتن که داستان لقمان و نابینایان، یا همینو اصلا عبارت رو بردن، این اشاره به چه چیزی دارد؟ شما میزنید چی؟ توجه به پیامدهای کنش. خب حالا اینجا میرسیم به مبحث پیامد. بریم بحث پیامد رو ببینیم. بله مرسی، ممنونم. پیامد های کنش بچه دو دسته هستش. اینا حتما یادتون هست دیگه، خیلی ساده است. پیامد های کنش یا ارادی است یا غیر ارادی. ارادی یعنی وابسته به اراده کنشگر یا یک شخص دیگر هست. غیر ارادی که بهش طبیعی هم میگیم، وابسته به اراده فرد نیست. اولا دقت بکنید که به غیر ارادی طبیعی هم میگیم. بنابراین اگه در تستا میبینیم که میزنه ارادی یا غیر ارادی یا طبیعی یا غیر طبیعی، بدونیم اینا چی هستش. ارادی که تکلیفش روشنه، غیر ارادی هم تکلیفش روشنه. طبیعی میشه همون غیر ارادی. این وسط یه لفظی هست که تو بعضی از تستا میدن، اونم غیر طبیعیه. این یعنی چی؟ دوستان عزیز من، ما لفظ غیر طبیعی اصلا در کتاب نداریم. طراحا اگر میدن دارن بازی کلامی میکنن. چجوری بازی کلامی میکنن؟ طبیعی میشه غیر ارادی. اگر غیر این باشه باید بشه این دیگه، پس میشه ارادی. پس اگه تو دیدی غیر طبیعی، منظورش اینه. ولی در کتاب هم چیزی ما بنویسید البته تو جزوات، ولی ما تو کتاب هم چیزی نداریم، نگفته این رو. طراحا تو استفاده میکنن دیگه، تو تست استفاده میکنن. این یه مطلب. مطلب دوم، کدام یکی از اینها قطعی است حتما اتفاق میفته و کدام احتمالی است شاید اتفاق بیفته شاید اتفاق نیفته؟ کدوم؟ حتما یادتون هست دیگه، پیامد ارادی احتمالی است، در حالی که پیامد غیر ارادی قطعیه. یعنی اون چیزی که به اراده ما بستگی داره ممکنه انجام بشه ممکنه نشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما میتونیم انجامش بدیم انجام ندیم. فرض کنید سلام کردن یک کنشه، پاسخ سلام میشه پیامدش. پیامد چیه؟ پیامد ارادی است. بستگی به این داره که اون فرد دیگر در واقع بسته به اراده او هست که میخواد جواب ما رو بده. حالا اون فرد دیگه میتونه جواب سلام منو بده، میتونه نده، دست خودشه. پس پیامد ارادی احتمالیه، درست شد؟ اما پیامد غیر ارادی قطعی است. بنده بچه اگر ورزش بکنم، مثلا من دارم ورزش میکنم، حتی من با این ورزش اینها نمیتونم ورزش بکنم، ولی فرض کنید من دارم ورزش میکنم، آقا باید کم کنیم، پارسال هم این حرفو میزدیم، باید من تو همیشه مثلا از همین میزنم، الان میبینم دوباره همون وضعیته. عرض کنم که فرض کنید من دارم ورزش میکنم، حالا من نه، اینجا یه دوست از دوستانم خیلی خوشتیپن، اینا کار درستن، خلاصه اصلا خوراک ورزشن. فرض کنید دوستان مثلا دارم فرض کنید که ورزش میکنم به خاطر اینکه میخوان مثلا تو مسابقات شرکت کنم، مثلا مسابقات چه میدونم کشتی میخوان شرکت کنن، تنیس میخوان شرکت کنن، هر چی. حالا شرکت در مسابقات میشه پیامد
ارادی، البته که مثالم هم لو دادم چون آخر دوباره این مثالو داریم. شرکت در مسابقات میشه ارادی، ممکنه اون دوستی که داره ورزش میکنه بعداً شرکت بکنه یا شرکت نکنه. ورزش کردن میشه کنش و شرکت در مسابقات میشه ارادی. ممکنه این کار انجام بده، ممکنه نره مثلا در مسابقات شرکت کنه. ولی بچه‌ها این وسط یه اتفاقی میفته براش ناخودآگاه. وقتی ورزش میکنه عرق میکنه. عرق کردن دیگه دست خودش نیست. این غیر ارادی و حتما اتفاق میفته. وقتی ورزش میکنه ورزیده میشه. اینا دست خودش نیست. درسته؟ پس اینا میشه غیر ارادی و قطعی هستن. پس فهمیدیم که ارادی‌ها احتمالی هستن و غیر ارادی‌ها قطعی. تست داریم. یه دقیقه باز وقت بدیم. کدام گزینه توضیح درستی؟ خب بچه ها باز اینجا ببینیم که اگر جواب دوستان دارن لطف کنید برای من بذارید. حتی ما چون یه تأخیر 20 ثانیه فکر کنم وسط داشته باشیم، ولی داریم وقت بچه ها رو کم میکنیم یه ذره، ولی به هر حال دارم پاسخ لطف کنه. بله چشم. بله بله بسیار عالی. گزینه دو رو نه فکر کنم همون سوال بود نه، یا همینه، این قبلیه نیست. اینجا بچه بس پیامدهای کنش این دفعه دیگه حواستون باشه اینا رو دوباره با خود کنش. آه پاسخ ها رو داریم. 88 ممیز 9 در با گزینه 4 رو گفتن و حدود 11% هم گزینه 3 رو گفتن. جالبه، من قبلا درصدام همیشه روتین در میاد، الان دیگه درصدای بسیار چیزم در میاد همیشه نامیزون، ولی خیلی جالبه. پس عمدتا گزینه 4 رو گفتن. بذاریم کدومش جواب. ممنون. کدام گزینه توضیح درستی در مورد پیامدهای کنش انسانی بیان میکنه؟ بچه‌ها ببینید تحت دقت بکنید. اکثر کنش ها داره پیامد هستند. پیامد اکثر کنش ها همه کنش ها پیامد دارن. پیامد های ارادی کنش نتیجه طبیعی کنش هستند. نه طبیعی غیر ارادی بود. اینم جواب نیست. بعضی پیامد های غیر ارادی کنش خود کنش هستند. البته من اینو هنوز نگفتم، توضیحش رو ندادم چون نکتهش بعد از اینه. ولی نه، پیامد غیر ارادی که کنش نمیتونن باشن چون غیر ارادی هستند. کنش ارادیه. میمونه همین. پیامد های ارادی کنش یا به اراده خود کنشگر یا به اراده افراد دیگر وابسته هستن. جواب اینه. البته بچه‌ها من رنگو عوض کردم، سبز رو آوردم رو زرد، گفتن دوستان بهتره مثل این که. بچه‌ها فقط یه چیز رو در نظر بگیرید، این کار وقتی میگم تست استانداردی همینه، این کار غلطیه. یعنی طراح اومده قید آورده و اصلا این علت این که من یکی دو تا از کتابا رو معرفی نمی‌کنم همینه، چون رو قید میان کار می‌کنه. آقا قید در کنکور فقط یه جا مهمه، این که در نگاه تبیینی، نگاه قرن 19 روش صرفاً حسی استفاده می‌شد یا علم رو فقط از طریق حس به دست می‌آوردن. اینجا فقط یا صرفاً مهمه. بقیه جاها دیگه اینکه اکثر بیشتر برخی فلان تو تست داریم ها، تو تست‌های تعریفی داریم، بازم می‌بینیم تستشو. ولی استاندارد نیست، در کنکور با این بازی نمی‌کنه. با اکثر و فلان بازی نه. اصلا کار غلطیه این در واقع تو بحث طراحی تست. منتها خب حالا برام طرا معمولاً طرا وقتی کم میارن اینجا تو گزینه مجبورش از قیدا استفاده بکنن، کار اشتباهی هم هست. ولی جواب برها مشخصاً 4. سوخ پیدا نکنید به حفظ کردن خلاصه قیدها.
بزنیم این رو. من این گیر داره یا من درست نمیزنم؟ هنوز بس که ازر آره دستتون در نکنه ببخشید. خب چند تا نکته مهم باز داریم. اول این نکته رو الان گفته بود توی اون صفحه قبلی. منتها توی بس گزینه در واقع گفته بود. یه تستر خیلی خوب داریم برای اینکه ببینیم آیا پیامد ارادی است یا غیر ارادی. اونم چیه؟ پیامد ارادی خودش کنشه. این نکته اول. پیامدهای ارادی خود کنش هستند. پس اگر گیر کردی توی پیامد نمیدونستی این ارادی یا غیر ارادی، خیلی ساده ببین آیا کنش هست یا نه. اگه کنش بود ارادیه، اگه کنش نبود غیر ارادی. چی شد؟ اگه تو پیامدها گیر کردی که ارادی یا غیر ارادی کدومشه کدوم نیست، ببین پیامده که میخواد ببینی ارادی یا غیر ارادی کنش هست یا نه. اگه کنش بود میشه ارادی، اگه نبود میشه غیر ارادی. خیلی این کار راحت میکنه برامون. خب مسئله دوم، آدم ها اصولا کارهاشون رو بچه با توجه به پیامدهای ارادی و غیر ارادی انجام میدن. یعنی ممکنه یه کاری رو انجام بدن یا ندن به واسطه همون به اصطلاح پیامدش. پس انجام کار با توجه به پیامدهای ارادی و غیر ارادی، با توجه به البته درستش بکنیم حرف اضافه‌ش، با توجه به پیامد ارادی و غیر ارادی است. و عمدتا اگر پیامد نامطلوبی وجود داشته باشد از انجام یک کار، انسان چی کار میکنه؟ خودداری میکنه. آیه قرآن هم همینو داره میگه، آدمی در گرو عمل خیش است. یعنی هر عملی که کرده پیامدش در واقع گریبانش رو میگیره. پس اینم اشاره به چی داره؟ پیامدها داره. توجه به پیامدهای کنش. خیلی اینو داریم تو اصلا بحث عرفانی هم داریم دیگه. این چیزی که حالا خیلی هم جدیدن باب شده، دوستان میگن مال هندم است، اصطلاح تو ایران هم باب شده، کارما میگن همینه دیگه. یعنی پیامدها تو باید حواست باشه به پیامدها، که البته اونا میگن در واقع پیامد با آدم برمیگرده، یعنی یه واکنشی داره بعد با آدم برمیگرده. یه چک مثلا بزنی بعدن چند روز بعد یه چکی میخوره، یه شبیهشو خلاصه اتفاقی برات میفته. یه اعتقادی که خیلی‌ها دارن اینو. و بعد میگه شخصی از پیامبر به اصرار پند و اندرز خواست، ایشان در مورد توجه به پیامد کارا قبل از انجام اون کار توصیه کرد. یعنی بازم این طرفی که اون مثلا حدیثی که گفته میگه هی چند بار به پیامبر گفت ایشون مثلا ابا کرد، بعد آخرین بار گفتش آقا میخوای یه نکته مهم بدونی که به پیامد کارا توجه بکن. خب اینم از این. ای کاش واقعا اینو خیلی به خصوص تو این بحث اجتماعی ما رعایت میکردن، مسئله اقتصادی خیلیش پیش نمیومد. خلاصه خب حالا میخوایم نمونه ببینیم، یه نمونه ببینیم که خیلی مهمه تو تستا. ما چقدر وقت داریم دوستان از کلاس به من میگید؟ 10 دقیقه. بچه‌ها چون الان رسیدیم به نمونه ها، اشکال نداره اگر درس حالا اینجا تمام نشه، چون دیگه فقط نمونه ها رو میخوام کار بکنم. منتها این نمونه رو بگم بعد حالا یکی یه مورد دیگه هم میگم و تکلیفاتون رو بهتون میگم. یه نمونه خیلی تکرار شونده در تستا داریم که در کنکور هم ازش اومده، اینکه یک کتاب درسی رو دانشجو مطالعه میکنه، یاد میگیره، به پرسش آزمون پاسخ میده و از استادش نمره میگیره. حالا برای دانشجو میشه، برای دانش آموز میشه، فرقی نمیکنه. خب خود این مطالعه کتاب درسی که میدونم همه یاد کنش میافتیم دیگه، درسته؟ این کنش، کنش انسانی یا کنش. یادگیری توسط دانشجو چیه؟ پیامد ارادی یا غیر ارادی؟ پیش خودتون فکر کنید که آیا من میتونم خودم یاد بگیرم؟ یعنی اراده کنم این مطلب رو یاد بگیرم؟ اینجوری نیست. چون اگه اینطوری بود اون وقت خیلی ساده شما نمیگفتید که من این 5 بار خوندم یاد نگرفتم، درسته؟ هم بار اول یاد میگرفتید، یعنی دکمتون رو میزدید اینجا یاد میگرفتید، اینجا دکمه میزنید یاد نمیگرفتید. ولی اینجوری نیست. پس بنابراین این قطعاً چون کنش نیست پیامد غیر ارادیه. پاسخ به پرسش آزمون، پاسخ به پرسش آزمون حتماً پیامد ارادیه، ولی بستگی به خودتون داره چجوری پاسخ بدید. پس میشه پیامد ارادی وابسته به خود. و نمره ای هم که از استاد میخوایم بگیریم میشه پیامد ارادی وابسته به دیگری. یعنی بسته به استاده. ممکنه شما نمره پاسخرم داده باشید، استاد خلاصه حال نکنه نمره نده بهتون، درسته؟ پس این میشه ارادی وابسته به دیگری. خب یه تست هم اینجا داریم. هر عبارت به کدام مفهوم اشاره دارد؟ دوستان چون الان فرصت نیست میخوام تکیفارم بگم و کلان گفتم 7-8 دقیقه فکر کنم مونده باشه، به خاطر همین بذارید خودم بزنم این رو.
دانشجو کتابش رو مطالعه میکنه. خب میدونیم کنش انسانیه یا کنش به اصطلاح، یک یا سه یا چهار، پاسخ میده، اینو بذاریم کنار، پاسخ میداد به پرسش. پاسخ دادن پیامد ارادی بود، ارادی وابسته به خود یا ارادی فرق نمی کنه، سه به هر حال نیست، یا یک یا چهار، متناسب با تلاش او نمره میدهد. پیامد ارادی وابسته به دیگران یا نتیجه طبیعی کنش یعنی غیر ارادی، خب معلومه دیگه ارادی وابسته به دیگران، پس جواب میشه چهار و یک هم نمیتونه باشه. خب دیگه حالا اینجا رو باید بذاریم دوستان بزنن. بذارید بریم سراغ 7-8 دقیقه مونده از تایممون، درسته؟ الان بریم سراغ بحث تکلیفا. یه صفحه مشکی اگه به من بدید ممنون میشم. دوستان امروز چون جلسه اول هستش، به خاطر همین من تکلیف رو جدا ننوشتم، چون میدونستم احتمالاً درس تموم نمیشه، تکلیف جدا براتون اینجا ننوشتم. ولی حالا از جلسات بعد انشالله تکلیف رو می‌نویسم، حالا فارغ از اینکه تمام بشه یا نشه تکلیف می‌نویسم. و اگه آیتمش هم بمونه، مثلا کارمون مونده باشه، میگم آقا اینو انجام ندید، بذارید مثلا سری بعدی. یعنی به صورت تایپی در واقع شما می‌بینید. ولی اجالتاً امروز رو دست نویس بهتون میگم. تکلیف شما بچه‌ها اولین مطلب این هستش که درس یک رو یک بار دیگه بچه‌ها فیلم و جزوه‌اش رو نگاه بکنید. مرور فیلم و جزوه درس یک و یک بار هم جامعه دهم و یک بار هم اگر تونستید مرور درس یک رو از کتاب درسیتون انجام بدید. وقتی من میگم مرور از کتاب درسی، بچه منظورم یادگیری نیست، یعنی درس یک جامعه دهم رو یه بار بخونید، فقط ببینید قالب درس چیه، بذارید کنار، بعد بیاید سراغ داستان فیلم. یعنی فیلم و جزوه اصلی در واقع آموزش شماست، ولی حتما کتاب رو یه بار ببینید که قالب دستتون بیاد. چون اگه ابتدا به سکن فقط بیاید سراغ فیلم و جزوه، ممکنه اون محتوای در واقع کلی، چون ما یه سری در واقع توضیحات همین وسط دادیم دیگه، یا چارچوب در واقع کتاب دستتون نیاد. چارچوب کتاب رو بد نیست، یه بار روی درس ببینید، بعد بیاید سراغ فیلم و جزوه. فیلم و جزوه رو مرور می‌کنید، یک بار هم که اون درس یک رو در واقع مرور می‌کنید، حالا تستا رو هم لطف می‌کنید دوباره می‌زنید توی جزوه و جزوه‌تون رو کامل می‌کنید تا همین جایی که ما اومدیم. غیر از این کار بچه‌ها، کار دیگری که بعد انجام بدید یه سری تهیه است. چی رو تهیه بکنید؟ اولا کتاب کمک آموزشیتون رو لطفاً یکی از اون دو منبع که گفتم تهیه بفرمایید. مطلب دومی که خواهش می‌کنم ازتون انجام بدید حتماً این هستش که اگر به اصطلاح فرصت کردید، حتماً بعد از قبل از جلسه بعدی که هفته آینده است، هم این رو پرینتش رو بگیرید. همین مطالبی که گفتم اگه فرصت، اگر دوست تونستید، نه چون میدونم داستان کرونا شاید خیلی نرم بیرون اینا، ولی به هر حال طبعا پرینت اینو داشته باشید خیلی بهتره. هم پرینت این بحث رو بگیرید، هم ان شاءالله جلسه بعدی رو که میاد پرینت اون رو هم بگیرید. چون ما جلسه بعدی که کار بکنیم احتمالاً خب بعد جزوه جدیدم داشته باشیم دیگه، این فقط کفایت نمیکنه. پرینت این دو تا رو هم لطفاً بگیرید که داشته باشید. و دیگه این که نکاتی که بهتون گفتم بچه‌ها خوب بهش توجه بکنید توی بخش اول، که باعث موفقیت ما خواهد بود، یعنی اون تایم گذاشتن و اون هدف گذاری که در واقع انجام میشه. و مهمتر از همه این که یادتون نره ما کار اصلیمون، بچه‌ها بیام توی دوربین بزرگ دقت بکنید، ما کار اصلیمون بچه‌ها فقط اینجا یک چیز هست: یادگیری، یادگیری و یادگیری، برای اینکه خودمون رو ارتقا بدیم. برای این خواهشی که ازتون دارم اینه که تایمتون رو بذارید همون تایم 4-5 ساعت که گفتم خدمتتون، 4 ساعت و نیم. و حتما یه کاری که دیگری که حتما انجام میدید دوستان برای یادگیری این هستش که رو مفاهیم تاکید کنید. اگه دقت می‌کردید، من بحث مفاهیم بود، من نمی‌خواستم فقط بیام جزوه براتون مثلا یارم بدم کتاب دوباره بگم و اینا، بحث اصلیم درک اون مفاهیم بود. اگه مفاهیم رو متوجه بشید دیگه تشخیص بتونید بدید، تست هم راحت میتونید بزنید. امیدوارم که بچه‌ها جلسه براتون مفید بوده باشه و بتونید که ازش استفاده لازم رو ببرید. خیلی خوشحال شدم که یه شروع خیلی پرقدرت داشتیم، شروع قوی داشتیم. امیدوارم برای شما هم همینجور بوده باشه. نگرانم نباشید که نرسیدیم درس رو امروز کامل کار بکنیم، چون اصلا برنامه‌مون همین بود. در واقع من می‌دونستم که یه نیمه‌ای از کار رو، چون بعد توضیحات اصلی رو بدم، به خاطر همین بخشی از کارمون میمونه. برای اون تاریخ شرافی هم که دوستان خواسته بودن، اجازه بدید کنکور هفته بعد برگزار بشه. برای بچه‌هایی هم که کنکور دارن آرزو موفقیت می‌کنیم، بچه سال 99 ان شاءالله کنکور برگزار که شد، بعدش ما هم بودجه بندی رو کار می‌کنیم، هم ان شاءالله برای تاریخ شرافی هم میگم اجازه سرمون اومد خلوت‌تر میشه، چیز می‌کنیم با هم دیگه ان شاءالله. برنامه‌اشو بهتون میگم که چه بکنید، و یه سری حالا کلیپ‌های می‌ذاریم که دوستان بتونن در بحث آموزش و مطالعه اون درسام استفاده بکنن. ان شاءالله که بچه‌ها موفق باشید. تا هفته آینده منتظرتون هستم که
بهتر کلاس. و یادتون باشه آنلاین یه مزه دیگه داره واقعا. سعی کنید که تا جایی که میتونید آنلاین رو شرکت بکنید و رو بحث آفلاین بعدا فقط برای مرورها استفاده بکنید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. از دوستای عزیزم توی تامرند ممنونم که با همه فشارهای کاری که دارن واقعا دنه و احسن کارا رو خلاصه هندل می‌کنن. خیلی ممنونم ازشون. موفق باشید بچه‌ها تا هفته آینده. مرسی.